بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، برنامه امروز رو شروع میکنم. امروز چهارشنبه 30 مارچ 2016 میلادی و برابر هست با 11 فروردین ماه 1395. پس فردا جمعه 13 به در هست و احتمالاً شنبه هم مردم میخوان خستگی 13 به در رو از بدن بیرون کنن، 14 به در، 14 به تو میمونن در منزل و امیدواریم از 15 فروردین یه شنبه کار و زندگی در ایران به اون روال معمولی خودش که همون موقع میگن فرقی هم با بیکاری نداره برگرده. خب امروز من 3 تا 4 تا خبر خوب دارم. یکی این که با یه دوست جوانی صحبت کردم به نام افشین که با ایشون قبلا هم من صحبت کرده بودم و لطف کرد بعد از این همه، دیروز یه ساعت صحبت کردیم و قرار شد و بیاد ایشون به اصطلاح آقای احمد علی مسعود انصاری رو به چالش بکشه و دروغهای ایشون رو یا بیمدرکی ایشون رو نشون بده. خوب که توافق کردیم، ایشون به جایی که یه ویدیو کلیپ پر کنه برای من بفرسته، ویدیو کلیپ رو گذاشته روی یوتیوب، لینکش رو برای من فرستاده. افشین جان، شما که برنامه های من رو میگی نه یک بار دو بار گوش میدی، من بارها گفتم ما ویدیویی رو که شما بذاری روی یوتیوب اگه در برنامه نشون بدیم، بعد که این ویدیوی خودمون رو میذاریم روی یوتیوب برای بایگانی، یوتیوب یقه ما رو میگیره. حالا تا ما بیام نامه نگاری کنیم بگیم بابا خود افشین رضایت داده که ما این رو پخش کنیم، یه 2-3 ماه طول میکشه. اینم از این، نمیدونم، یه وقت دیگه باهات صحبت میکنم. اون ویدیو رو من برای آقای احمد علی مسعود انصاری فرستادم و امیدوارم در سال جدید ایشون بیاد، اون موقع با شما حتی به صورت حضوری یا به صورت اسکایپ حضوری مجازی صحبت کنیم. این یه خبر. خبر دوم، چند روزی هست من نوشته های کوتاه و قشنگی رو از یه خانم ایرانی که توی استرالیا هستن میبینم و میخونم و میبینم خیلی جالبه. وقتی یه کسی کوتاه، مفید، مختصر، زیبا، با مزه مینویسه، اصلا به دل مینشینه و شما هم فکر میکنی که برای این 10 ثانیه‌ای که وقت گذاشتی مثلا قد 1 ساعت شادی نصیبت شده. در صورت ممنونم از ایشون، روش خیلی خوبی داره، امیدوارم همین روش رو ادامه بده. از ایشون خواهش کردم که پرسیدم شما تو رادیو تلویزیون چیزی کار کردید؟ ایشون گفت شما از کجا فهمیدی؟ گفتیم خب بالاخره دیگه بعد از این همه گدایی میگن میفهمیم شب جمعه کی هست و اینها. ایشون گفت بله، ازش دعوت کردم، ازشون ببخشید، دعوت کردم که به تلویزیون مردم بیان و امیدوارم قبول کنن، تشریف بیارن. چون میدونید متاسفانه ما مردا حتی در خارج هم این سیستم مردسالاری رو حتی در رسانه ها داریم اعمال میکنیم و حقیقتا خانم ها هم یه مقداری کمکاری میکنن، کم لطفی میکنن که حتی اگر ماها به شما زور میگیم خودتون یه تلویزیون بزنید، فقط خانم ها رو بیارید. الان این برنامه های کنسرت و اینا رو نگاه کنید، یه گروه های درست شده، خواننده زنه، تمام نوازنده ها و اینها هم زن هستن. و البته نمیخوایم اونجوری هم فمینیستی باشه که خیلی چی باشه، ولی اگه میدونید یه جا حقتون گرفته میشه، همونجوری که اون روز گفتم آقا اگه تظاهرات میذارن به شما میگن پرچم نیار، شما نمیخواد بیای فوش بدی، برو شما تظاهرات بذار، برای هر یه نفرم 2 تا پرچم بیار، بگو 2 تا خودتون بیارین، 2 تا من بهتون میدم، ببندید به هم دیگه. آدم که دیگه این روزا نمیاد پرچم بازی کنید. در صورت منتظر جواب مثبت این بانوی عزیز هستم و امیدوارم که تشریف بیارن و یه برنامه‌ای رو برای بانوان، برای ایرانی‌ها روی تلویزیون مردم شروع کنن. خب امروز همونجور که بهتون گفتم 30 ماه مارچ هست،
و اگر شماها معمولا آخر ماه حمایت میکنید، لطف کنید حمایت کنید. اگر اول ماه حمایت میکنید تا جمعه صبر کنید، جمعه میشه اول ماه آینده. اجازه بدید از همشهری عزیزم آقای حسن خزائی تشکر کنم که لطف میکنن، مانی اوردر میفرستن و قرار بود که ایشون هم فعلا با تلفن برای ما گزارش 10 دقیقه‌ای ربع ساعتی یه روز در میون تهیه کنن تا ما هم اول برنامه اونو پخش کنیم. همه گرفتارن، همه کار میکنن، ولی اونی که اهمیت میده برای عشقش، برای علاقهش، یه ساعت کارشو ول میکنه که بیاد 10 دقیقه برنامه بذاره برای شما دوستان. این تا پشن و عشق و علاقه نباشه انجام نمیگیره و نخواهد گرفت. امیدوارم که آقای حسن خزائی صحبت من رو بشنوه و آقا شب، وقت، صبح، روز تلفن من بازه، 24 ساعته من وقتی هم خوابم این تلفن بنده خدا بدون حقوق داره کار میکنه. اینجا شما 5 دقیقه، 7 دقیقه، 3 دقیقه پیام بذار، من اون پیامتو پخش میکنم. بعدم دوست داشتی عکسی بفرست با ایمیل، با ایمیلت هم که راه ننداختی، کامپیوترت هم که خرابه، چه کار کنم؟ من از دست تو موهام سفید شده. خب اینم از این. و اما ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن اجلالی داریم. آقای حسن اجلالی کارشناس ارشدی هستن که با وجود اینکه 60 سال هست که در آمریکا هستند و درس خوندن، باور دارن که دولت به اصطلاح حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت مردمیه، دولت آقای حسن روحانی منتخب مردمه و ایشون میگه چون منتخب مردم ایران هست من بهشون احترام میذارم و حمایت میکنم. شما میتونید در طی برنامه ایشون با تلفن خودشون تماس بگیرید، با ایمیلشون تماس بگیرید و حتی در موقعی، در روزهایی که این برنامه ایشون به صورت بازپخش پخش میشه، اون موقع میتونید زنگ بزنید، پیام بذارید، پیام هاتون رو در برنامه بعدیش به اصطلاح پخش میکنه و صحبت میکنه و نظر میده. نمیدونم چرا از من پرسیده بود که آیا شما سیوم هستید. فکر کنم این فکر کرده که مثلا ما به خاطر 13 بدر و اینا، 13 بدر هم میدونید که یه نفر 2-3 روز قبلش میره، یه نفر 2-3 روز بعدش میره. در اینجا مثل که گذاشتن سوم یا دوم، باید نگاه کنم، و دوتام هست، 2 تا 13 بدر میتونید برید، میتونید برید ویرجینیا، میتونید برید مریلند. در هر صورت هی بگید بده بده. ببین اگه آخوند نبود 13 بدرتون کجا دوتا میشد، عیدتون کجا دوتا میشد، سال نوتون کجا دوتا میشد و الی آخر. خب مرسی، اگر لازم شد تماس میگیرم. میتونید، بله خیلی ممنون. دوستانی که میخوان آگهی بدن در رابطه با قیمت پرسیدن، اینقدر قیمت ما کمه که این دوستمون میگه آقا شما مگه تورم به شما کاری نداره؟ 10 سال شما از 2006 تا حالا همین قیمت رو نگه داشتید. گفتم بذارید من رو راست براتون بگم. ما اون موقع ماهی $2000 میدادیم برای یه خط اینترنتی که بتونه ویدیو و صدا و تصویر و نمیدونم این چیزا رو ببره و مستقل باشه. الان بهترینشو میگیریم ماهی $200، یعنی $1800 به نفعمون شده. خب یه چیزایی هم هست گرون شده، ولی حقیقتش اینه که من تلویزیون مردم درآمد آنچنانی نداشته و نداره و من خودم رو به اصطلاح کارمند این تلویزیون نمیدونم که ازش حقوق بگیرم. اگه پولی به دست میاد خرج این اتینا میکنیم، وسیله بهتری، نور بهتری، صدای بهتری و الی آخر. آقای عزیزان یه ویدیویی رو پر کرده بود، واقعا آدم غمش میگیره که وقت میذاره، وقت آقای اوسانلو رو گرفته، گذاشته صحبت کرده درباره یه چیز تکراری، اون چیزی که آقای اوسانلو نمیدونم وهم ورش داشته. آقای شجریان دستگیر شده، 5 روز دارم دنبالش میگردم. آقا من میگم آقای شجریان دستگیر شده، این ویدیو رو هم با کد فرستاده بیرون، شما میخوای چه کار کنی؟ میخوای چه کار کنی؟ خب بکن الان هر کاری میخوای بکنی. خلاصه کارمون خیلی خرابه. از اون خرابتر آقای عزیزان اومده یه ویدیو درست کرده، صدا افتضاح. آقای عزیزان
صدا این ویدیو لپتاپ شما وقتی فنش روشن میشه وور وور صدا تو میکروفون میاد، میکروفونتون میکروفون استدیو نیست، میکروفونتون بابا یاد بگیرید یه چیزایی را. اگه بیرون هستید یه جایی هستید سر و صدا هست، تو آپارتمان هست، والا نمیخواد برید حتی از این چیزای میکروفون بخرید 10 دلار 5 دلار، یه دستمال کاغذی رو دو سلا بندازید رو میکروفونتون، یکم این صداها رو فیلتر کنید. اینجا میگن کریتیو، کریتیو یعنی خلاق باشید، خودتون یه چیزایی رو درست کنید. بماند، خیلی افتضاح بود آقای عزیزم. و اما این بعد از ماجرای تیراندازی و انفجار در بروکسل و بعدش در لاهور و هر روز در عراق و در ترکیه و این ور اون ور، دو روز پیش توی مجلس آمریکا، اینجا یه مجلس هست کپیتال، هم برای به اصطلاح نمایندگان مجلس، هم برای سناتورا، هم مجلس سنا و هم مجلس شورای ملیشون، حقیقتا یه ساختمونه ولی خب شعبات مختلفی داره، مثلا میگه فلان جلسه تو این اتاقه، فلان جلسه توی اون اتاقه. و هر روز هم شماها میتونید، هر روز نگم، شما میتونید به عنوان ویزیتور، ملاقات کننده، توریست، هر چی که بگید. آدم وقتی میخواد بگه توریست یه کمی باید صبر کنه، مواظب باشه یه دفعه نگه تروریست. برید اسم بنویسید یا تو صف وایسید و برید داخل اونجا و دیدن کنید. خلاصه وقتی که مردم تو صف بودن، الانم میدونید تعطیلی مدارس اینجا، اسپرینگ بریک یا تعطیلی همین اوضاع و احوال چیز دیگه بهاری، مثل همون ایران بعض وقتا اینا گروه های میان بچه ها رو میارن ببینن و اینجا خیلی کار قشنگی انجام میدن. بچه ها رو از همون اول با دولت، با طرز اداره دولت، ادارات دولتی آشنا میکنن. این بنده خدا وقتی تو صف بودن، یه آقایی که تو آمریکا خوبه، تا یه آمریکایی شوت میکنه میگن این مغزش یکم اشکال داره، اگه من و شما باشه چشم ابرو مشکی و اینها میگن این تروریست. یه آقای 66 ساله ای اسلحه در آورده، تا اسلحه رو در آورده پلیسا زدن اینو به اصطلاح زخمی کردن و بردنش بیمارستان و بعد دیدن ای بابا این پارسالم آمده همین کار کرده و گفته که من خدا هستم و از این ماجراها و اینها. خلاصه یک بگیر ببندی بود که شما هم بیا و ببین. برنامه های معمولی تلویزیون اینجا قطع شده بود و به طور مستقیم نشون میدادن و بعدم گفتن که نه خبری نیست و از دیروزم دوباره برگشتن سر همون روال قبلی. و اما دیروز در یه هواپیمایی که از مصر داشته میرفته به قبرس یا یه چیزی اینجوری، یک آقای که با خانم قبلیش گویا مشکل پیدا کرده بوده، میاد تو هواپیما، میره به اون خدمه هواپیما میگه که ببین این کمربند من بمب بستم و من میخوام اینجا رو منفجر کنم، اون بیچاره هم چکار کنیم و اینها، برید پاسپورت ها رو بگیرید. پاسپورت همه رو میگیره، بعد به اونایی که مال مصر بودن میگه برید پایین، اونا رو آزاد میکنه، زنها و بچه ها رو آزاد میکنه، آخر 6-7 نفر رو میگیره و اینها. که بعدم همون موقع میگفتن که به احتمال زیاد این یه آدم ناشیه و این بمبم نداره، بمبم قلابیه و خدا بگم اینا رو چیکار کنه که انقدر اینا این حماقت و احمقی و دیوانگی و اینها رو اجرا میکنن که اصلا دیگه آدم نمیدونه تفاوت اصلیش با اون دیوونه چیه، با اون چیزای قلابی چیه، همون ماجرای چوپان دروغو. در رابطه با این دیوانگی و حماقت و اینها، یه جوکی و یکی از دوستان خوب من برای من فرستاده که من ازش تشکر میکنم. میگن که یه روزی اصلا از شما سوال کنم، شما میدونید فرق آدم دیوانه با آدم احمق چیه؟ یعنی میشه مثلا آدم خیلی احمق باشه که حماقتش به دیوانگی برسه، یا آدم های دیوانه احمق هستن، یا این دوتا فاز جداست و تعریف جدا داره. اینجوری که این دوستمون این جوک رو نوشته بود، تعریف جدا داره، به انگلیسی بود، من به فارسی میگم، امیدوارم بتونم این رو ادا کنم. و اما میگه که یک ماشینی که میرفته برای دیوونه خونه مثلا خوراک روزانه میبرده یا وسایل حمل و نقل و اینها، بالاخره میره اونجا، وقتی که میخواد بیاد پنچر میشه، راننده میاد مثلا از آشپزخونه که چیزا رو گذاشته بوده و تحویل داده، میبینه که
لاستیکش پنچره. خب چرخ‌ها رو باز میکنه، این مهره ها رو که میذاره بعد چرخ معمولی که پنچر شده در میاره، میره زاپاس رو میاره، همون موقع پاش میخوره به این مهره ها و این مهره ها میریزه تو این سوراخ جوی آب یا سوراخ چاه آب و مهره هایی که پیچ ما میگیم، مهره میگیم، بعضی ماشین ها با پیچ بسته میشه، مرسدس یه سریش اینجوری بود، بعضی ها مهره است که در هر صورت حالا یا پیچ یا مهره هرچ، این پاش میخوره به اینا، میریزه توی این سوراخ چاه و این ماتم میگیره که خدایا من حالا چه کار کنم، آمدم توی این دیوونه خونه، این ماشینم من حالا باید ببرم اونجا، دوباره باید برم چی حمل و نقل کنم، اینا چه کار کنم. ماتم میگیره، یه دیوانه ای که داشته نگاه این میکرده میاد بهش میگه که مشکل چیه، میگه که من این پیچا رو موره ها رو زدم ریخت اونجا. میگه خب این که مشکلی نداره، چند تا بود؟ میگه 5 تا. میگه همه لاستیکات هم 5 تا پیچ داره؟ میگه بله. میگه خب برو از اون 3 تای دیگه یکی 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 بردار، بیا این لاستیک زاپاست رو با 3 تا 4 تا مهره ببند، برو تا یه جایی مهره بخری ببندی. مرده بهش میگه که آقا شما با این هوش و حواس، با این فکر چرا آوردن دیوونه خونه؟ میگه مرد حسابی، من دیوونه هستم، احمق که نیستم. درست گفتم؟ حالا اون دوستمون بعدن ویدیوها رو شب نگاه میکنه برای من بنویسه. خلاصه بعضی وقتا احمق بودن از دیوونه بودن خیلی به اصطلاح بدتر و نمیدونم این بالاتره، حالا بعضی وقتا بالا بودن مقام خوبیه، بعضی وقتا پایینه، نمیدونم. خلاصه عجب مکافاتی گیر کردیم. و اما تیراندازی در مجلس آمریکا رو گفتم، گروگانگیری در قبرس رو گفتم، آخرش هم این آقا رو آوردن گفتن نه این اصلا قلابی بوده، یه چیزی بسته بوده مثل چیزایی ما نجارا که پیچ و مهره میرزن داخلشو میخو، اینها احتمالاً به همین خاطر. آخه فکر کردن سکیوریتی چقدر بد بوده که این تونسته بمب بیاره داخل، اونم داخل هواپیما، بعد دیدن نه خیر آقا این یه چیزای پارچه‌ای اینجا میفروشن، شما میبندی به کمرت، پیچ میریزی توش، میخ میریزی، آچاری میذاری، پیچ گوشتی میذاری که هی نخوای مثلا بری بیای، اگه بالا کار میکنی هی بری بالا بیای پایین، این فکر خوبیه. بهش میگن تول بلت، یه چیزی اینجوری، یعنی کمربندی که وسایلت رو میذاری، یه چیزی لابد توی کیفش بوده، خب اونم خطری نداشته، بعد اومده بسته مثلا تلفنش و سیم گوشی و اینا رو اگه ازش آویزون کنه طرف فکر میکنه بمبه. در صورت گفتن نه بمبم نبوده و این آقا با اکس وایف یعنی با همسر قبلیش مشکل داشته، آمده حالا میخوای تو هواپیما رو نگه داری چیکار کنی، مثلا یکی رو بفرستی به همسر قبلیت بگی ماشینتو که گرفته بهت پس بده. این واقعا همون احمقیه که اون دیوونه گفت بابا من دیوونه هستم، احمق که نیستم، I'm crazy not stupid. خیلی ممنون از دوستمون. و اما جمهوری و محاسنات رای دادن، یه مقاله هست به نام جمهوری ایرانی و هویت ملی، من این رو مدت‌ها پیش توی برنامه خوندم، از همون جمله اولش ایراد گرفتم. جمهوری ایرانی یعنی چی؟ جمهوری، حالا یکی میگه جمهوری دموکراتیک، یکی میگه جمهوری خلق، اون نوعش فرق میکنه، ولی جمهوری دیگه لازم نیست شما جمهوری ایرانی بگی. بعد بالاخره این دوست نویسندمون رو پیدا کردم، با ایشون تماس گرفتم و قرار شده که خود ایشون بیاد این مقاله‌ای رو که نسبتاً طولانی هست برای ما یا به صورت آدیو یا به صورت ویدیو یا مهمان برنامه ما باشه بخونه. حالا چرا من میگم خود این دوستان بخونن؟ دلیلش براتون میگم. بذارید من جمله اولش رو که ایراد گرفتم، در صورت که اگه ایشون بیاد خودش بخونه اصلا ممکنه ایرادی داخلش نباشه. خب حالا بیاریم سر پاراگراف اولی، قسمت اول، این رو هم من براتون بخونم، بذارید نشونم بدم که شما هم ببینید که من، یعنی شما هم همین اشکال رو دارید یا اینکه بله. ببینید کامرای 3، ببینید نوشتن ابتدا درباره جمهوریت به خاطر احترام به اراده ملت ایران که در انقلاب 57 هرم سلطنت و نهاد سیاسی آن را با ضربتی قاطع در هم کوبید
دفتر 2500 ساله آن را برای همیشه بست و به بایگانی تاریخ سپرد و نظام جمهوری اعلام کرد. تا بستر زیرین برای فراپویی اجتماعی سیاسی به فرمان خرد جمعی و غریزه چالاک در انتخاب رئیس کشور، ملت محجوب که هزاران، مثلا اینجا نوشته هزاران را استقامت گردن فراز در آن حضور دارند، بار دیگر از میان دودمان فسیل شده فردی را بر اریکه قدرت قرار ندهد آماده شود. ببینید، من میدونم که فارسی وقتی که می نویسن و ارسال می کنن بستگی به اون یونیکودی که اون کامپیوتر طرف رو مقابل داره یا گیرنده داره، جمله ها به هم می ریزه. ببینید دوستان، من این جمله رو هیچ تصرفی درش نکردم، این نوشته رو فقط از روی فیسبوک ایشون برداشتم. بذارید من اینو بذارمش اینجا، بیارمش بالاتر برای شما نشون بدم. و چقدر خوب میشه که خود اینها این رو ببینن بعد بگن ای بابا این سوربی درست میگه که منی که این رو نوشتم، بله به عنوان دیجیتال یه جایی نگه دارم، ولی خودم بیام همون کاری رو که تیمسار آریانپور میکرد، خودتون بیان با زبان خودتون با بیان گویای خودتون بگی و سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. من یه بار دیگه این پاراگراف اول رو میخونم و از این دوستمون خواهش میکنم آماده بشه یه روزی ما با هم قرار بذاریم، مهمون برنامه من باشن، بیان این رو بخونن، نه از این نوشته‌ای که ریخته شده به هم، از نوشته‌ای که خودشون دارن. و اتفاقا ایشون قبل از اینکه این رو برای من بفرسه گفت سوربی این رو من مدت‌ها پیش نوشتم ولی کسی دربارش صحبت نکرده و درد ما اینجاست که ما جمهوری رو نمیشناسیم. حالا همه هم میگن آقا اگه جمهوری اینه که این آخونده آوردن، ما جمهوری هم نمیخوان. نه بابا، این جمهوری نیست، این سلطنتی هست که به جای تاج امامه بر سر گذاشته، همون سلطه، همون من میفهمم شما نمیفهمید و الی آخر. ببینید، ابتدا درباره جمهوریت به خاطر احترام به اراده ملت ایران که در انقلاب 57 هرم سلطنت و نهاد سیاسی آن را با ضربتی قاطع در هم کوبید، دفتر 2500 ساله آن را برای همیشه بست و به بایگانی تاریخ سپرد و نظام جمهوری اعلام کرد، نقطه، تموم شد. ولی این جمله درست نیست. تا بستر زیرین، معمولا خود بستر همون پایه و اساس و زیربنا هست. اصلا به همین خاطر ما به رخت خوابم میگیم بستر، برای دیگه شما شب که میری اون پایینه، حالا یه رو تختم اگه هست در بستر میخوابی پایینه دیگه، زیر بنای اونه. در هر صورت من فکر میکنم این دوستان بیان واقعا از این امکانات کمی، ما حالا هم میگیم امکانات کم، به خدا بعضی دوستان من میگن آقا سوربی تو از بس خودت شکست نفسی میکنی ملتم تلویزیون تو خودتو دست کم میگیرن. خب چه کار کنیم؟ آخه ما که قرار نیست گندگویی کنیم. گندگویی میدونید یکی دیگه چیه؟ بله، ما قراره بیایم حقیقت رو بگیم. این امکاناتی که من دارم، درسته که تلویزیون مردم اولین تلویزیون ایرانیه، هر کی میگه نیست بیاد تا من روی ایر بایش ثابت کنم، شجاع باشه بیاد، آقای لیمونادی، آقای نمیدونم هر کسی دیگه بیا بگه نه من اولینم، تا من بهش بگم که اولا این جایزه مال شما، دوما نه خیر اشتباه میکنی، بیارید ببینم. بود دیگه، یه شاعر معتادی بود میگه که آقا من تلویزیون فلان گفتم بیا ببینم، کی وبسایتش زدی، کی اسمش نوشتی، گفت من که نزده بودم، همینجوری تو تلویزیونای دیگه برنامه داشتم. در هر صورت بنده با وجودی که 13 سال هست این کار رو دارم انجام میدم توی این تلویزیون و 18 تا 20 سال هست توی تلویزیونای مختلف انجام دادم، میبینم واقعا کار ساده ای شده. خب حالا که کار ساده ای هست، آسونه، من مشکلش کنم؟ من یادم میاد اول انقلاب که خیلی ها پاکسازی شده بودن، از کار برکنار شده بودن، اینا خیلی از اینایی که دبیر بودن اینها رفته بودن کار رانندگی کامیون و
یکی از دوستان ما شوهر خواهرش هم بیکار شده بود و خواهرش بهش گفته بود بابا این داره از بیکاری و قصه دق میکنه، خب اینو با خودت ببر، اینم بیاد یه کامیون یاد بگیره و رانندگی کنه و اینها. این دوست ما میگفت من فکر کردم اگه من این رو با خودم ببرم، حالا دیگه به جای اینکه خواهرم و بچه ها رو تو خونه دیوانه کنه، من رو دیوانه میکنه توی جاده ها و اینها. گفت روز اولی که سوار شد که بریم سیمان فارس، نیم ساعت بود تا شیراز، بریم اونجا بار بزنیم و بیایم، گفت من هر دنده‌ای که عوض می‌کردم دو تا کلید این ور اون ور الکی می‌زدم، دنده دومی رو که عوض می‌کردم دو تا کار دیگه می‌کردم اینها. این بیچاره گیج شد، گفت او مای گاد، او خدای من، این همه کار رو من باید انجام بدم. گفت اونجا که رسیدیم من رفتم داخل بار بزنم، این نشست دست گذاشت رو سرش، سردرد گرفته بود. بعد گفت که خب آمدیم تا خونه، هم خونه که رسید گفتم خب دیگه حالا میریم میخوابیم، فردا صبح مثلا میریم این سیمان رو میبریم بوشه. گفت نه آقا قربونت برم من نمیام. خب اگر منم قرار این کار رو مشکل کنم، شما رو بترسونم، بگید تا با هر کار شما دارید میبینید، من براتون نوشته رو میارم رو صفحه، میگم صبر کنین میرم کمرای 3 با این ماوس که هنوزم دم داره، ویدومش رو گرفتم دیدم فریز میکنه، با این ماوس که به دستور آقای حجی، حجی یادم نرفته ها، شما لطف کردی گفتی سوربی اگه اینجا درد میکنه تنیس البو، به خاطر اینکه ماوس اینجاست و این شکل دست یه شکل غیر طبیعیه، دست ما شکل طبیعیش اینه، به سوی دهن مستقیم داره اینجا پایین بغل بدنمون اینجوری اینجوری، اینا نرماله. گفت شما کیبوردت رو ببر به طرف صفحه کامپیوترت، این کارو کردم، گفت ماوست رو بیار بین شکمت و صفحه کامپیوتر، و ما این کارو کردیم، از دست دردم راحت شدیم و ماوس ما اینجاست، درست مثل لپتاپ. لپتاپ اون کسی که درست کرده میتونست ماوس رو این کنار بذاره، ولی چقدر قشنگ گذاشته اینجا که شما هم دستت رو ماوس، هم به کیبورد، به این دکمه ها به اصطلاح مشرف هستیم. بله درست. خب شما دیدید من آقا یه نفره تنها اینجا یه دفعه بهتون میگم اوکی، شما هم میتوانید در برنامه در تلویزیون مردم داشته باشید، بفرمایید. اینم نوشتش. خب خیلی ساده شده. اون موقع ما باید میگفتیم خسرو جان، این خسرو رنجبر که تو وایس آف امریکا هست، خسرو جان اون نوشته رو بذار. آها حالا حاضر نیست، چیه بچه ها داشتن اذیت میکردن شوخی، اوکی حالا هر وقت شد بذار. یا تلویزیون های دیگه، آقای همشهریمون کیه، این دکتره مظاهری، آقای مهندس یه فیلمی رو گذاشتیم، آها نیاوردیش، هنوز رو کاپوت ماشینه، اوکی فردا نشون میدیم. دیروز یه دوستی میخواست از مجله بیداری تشکر کنه، یه ساعت چیز کرد و اینا، بعد گفت والا نمیدونم اسمش چی، حالا هفته دیگه بهتون میگم. ببین اینا چقدر خوشباورن، فکر میکنه کسی که امروز داره برنامهشو نگاه میکنه هفته دیگه هم میاد نگاه میکنه و ایشون هم یادش میمونه هفته دیگه هم بیاد، حالا امیدوارم یادش بمونه بنویسه هفته دیگه بیاره. این نیست دوستان، این نیست. آقای شهرام و همایون با این همه کپکپه و دغدغه و نمیدونم فلان، هنوز ببینید یه ویدیویی که میخواد نشون بده، آره شماره 24 نشون بده، نه 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 این نیست، نه 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 آها 24 اینه، 12 رو نشون بده. شما الان برنامه آقای اجلالی ساعت 4 ایشون یه ویدیویی برای من فرستاده قبل از اینکه برم دوش بگیرم که آقای سوربی امکان داره اینو در برنامه نشون بدی؟ گفتم بله، به موقع فرستادی، ضبطش میکنم، تغییر فرمت میدم، نگهش میدارم تو سیستم، وقتی نشستم ایشون داره برنامه اجرا میکنه، تا گفت لطف کنید اون ویدیو رو نشون بدید، کلیک میکنم تقی نشون میدم. اون موقع اینا رو کیو میکردیم، میذاشتیم وای میسادیم، طرف میگه آقا تیپ بی شماره فلان رو نشون بده یا زمان فلان رو نشون بده. کارا آسون شده، من و شما یاد نگرفتیم، من و شما باهاش پیش رو نرفتیم، من و شما هنوز دوست داریم بگیم اتاق فرمان آقای مهندس، اتاق فرمان آقای مهندس. این مهندس مش سفر میگفت، خدمتکار بود در هنرستان شیراز و خب چون توی هنرستان
همه دبیرا و اینها مهندس هستن دیگه، همه رشته فنی و اینها، این به همه برای که اسمارم یاد نگیره میگو آقای مهندس، چون اهل یاسوج بود و اینها و کم سواد بود به مهندسم میگفت مهندس. در صورت اینم از این آقای افشین درباره صحبت‌های احمد علی مسعود انصاری، ببین من اینجا هم نوشتم، ویدیوت هم دیدم، برای آقای انصاری فرستادم، در برنامه هم گفتم. ولی دوست نازنین، شما که تو کار موزیک و کار انترتینمنت و ویدیو اینا هستی، اصلا توجه کن وقتی سوربی میگه برای من اینجا ویدیو بفرست یا روی اسکایپ پیام بذار یا روی تلفن، اونا رو انجام بده. در صورت من ویدیو یوتیوب رو نشون نمیتونم بدم برای که یقمون رو میگیرن. تشکر از حسن خزایی همشهری، این کار انجام دادم. و اما یادتون اون روز گفتم که یه مقاله رو خوندم که 100,000 نفر با وجود خطرات بمبگذاری از ایران رفتن ترکیه، مخصوصا شهرهایی مثل آنتالیا بهش میگن، که برن خوش بگذرونن، یه نفسی بکشن، چادرشون رو روسریشون رو باز کنن. و این مایه خجالت برای یه دولتی که مردم برای آزادی های کوچیکی کشور رو ترک کنن، برن 10 روز 15 روز کلی پول خرج کنن که یه نفسی بکشن. یعنی شما نفس کشیدن مردم رو هم براشون مشکل کردید و این مایه خجالت. باور کنید نشسته بودم قبل از برنامه اینجا فکر میکردم چجوری میشه یه آدمی که در زندان دیکتاتور شاه بوده آقای خامنه ای بعد بیاد بیرون خودش دیکتاتور بشه. گفتم فقط آدمای ضعیف اینجوری میشن، آدمای قوی وقتی که یک کس شکنجهشون میکنه این نمیره دیگران شکنجه کنه، میاد کاری میکنه که دیگران شکنجه نشن، فقط آدمای ضعیف هستن. بله، میگه که برادرم جناب سوربی، من این ویدیو رو ندیدم ولی در مصاحبه های من با شما همیشه تلفن ها باز بوده تا مردم سوال های خود را بکنن، به شکر خداوند یک طرفه نبوده، انشاءالله با هم صحبت کنیم. و بله، ویدیوی شما را آقا افشین برای آقای انصاری فرستادم، ایشون خونه نیست یا تو آفیسش نیست، با تلفن دستیش برای من نوشته، ویدیو رو ندیدم ولی برنامه ها اینجوری بوده. این رو هم ایشون درست میگه، زمانی که من با ایشون مصاحبه کردم و 12 تا مصاحبه توی تلویزیون رنگارنگ، چند تا مصاحبه اینجا، تلفن ها باز بوده. ولی از طرفی شما هم درست میگی، شما اون موقع جوونی بودی، اصلا ممکنه به فکر تلویزیون ایرانی نبودی، حالا یه کمی مسنتر شدی، میشینی نگاه میکنی. این برنامه ها باید دوام داشته باشه که شمایی که جدید آمدی بتونی تماس بگیری، ایشون باز جواب شما رو بده، همینجوری تکرار مکررات بشه تا هم آقای انصاری به هدفش رسیده باشه، ذات و قیافه و اصل خانواده پهلوی رو به شما نشون داده باشه، هم شما بیننده عزیز سوالاتون رو پرسیده باشید و رفع سوء تفاهم شده باشه. و اما ماجرای ماز جبرانی، کاش که من یکی یکی برای اینها وقتا رو بنویسم، الان مثلا می‌نویسم اینجا 2:35، حالا چرا؟ برای که بعد که یکی از صحبت میکنه بتونم براش بفرستم. ما میدونید که چند هفته بود که آگهی های آقای ماز جبرانی رو در رابطه با اول آپریل در کندی سنتر، که یه جای بسیار دیدنی است، اصلا هیستوریک پلیس، وقتی شما میای واشنگتن حتی اگه نری اونجا نمایش ببینی باید از دور بری نگاه کنی در و پیکرش و اینها رو، ولی حالا دیگه چقدر خوب دیگه، نور علی نور، هم کندی سنتر رو میری هم آقای ماز جبرانی هم میاد برنامه اجرا میکنه. ما چندین بار هم نامه هایی که از نیاک آمده بود خوندیم و آخرینش که روز دوشنبه بود، وقتی خوندم که بله اینجوریه، به غیر از این یک ساعت قبلش هم یه برنامه هست به نام تور و میرید اونجا رو میگردید، بعد میرید در اتاق آفریقا هپی آور هست و اینها، اینا رو میخوندم، برای ماز هم فرستادم، برای ماز جبرانی، مازیار جبرانی که بهش میگیم ماز. و اولا از مازیار تشکر میکنم که چقدر ریسپانسیو هست، یعنی وقتی براش مینویسی بهت جواب میده، مثل اونای دیگه نیست که بگی سوربی تو که میدونی من 2 تا بچه دارم، 1,000 تا بدبختی دارم، فلان و بیسار، و مثل اونای دیگه نیست بگی سرم شلوغ شده. خب حقیقتا هم سرش خلوته، در هر صورت نه بابا، سرش هم خیلی شلوغه، آدم منظمیه، آدمی که به دیگران احترام میذاره. در حین برنامه برای من نوشت که سوربی جان ممنون، این برنامه سولد آوت شده.
سولد آت یعنی بلیتاش تمام فروخته شد. ما هم آمدیم یه توضیح دادیم که این توضیح حقیقتا درست نبود. من درباره بلیت های هواپیمایی شنیده بودم که بلیت های هواپیمایی 100 تاشو به این میدن 100 تاشو به اون میدن و ممکنه شما زنگ بزنی به خود شرکت هواپیمایی بگی من فلان روز میخوام برم، اونا بهت میگن جا نداریم، ولی به یه آژانس زنگ بزنی اون بهت جا بده، برای که اینا زودتر خریدن. البته با وجودی که میگم اشتباه کردم، ولی یه جورایی هم درست فهمیدم، چون یه شرکتایی هست مثلا الان استاپ ها، یکیش تو آرلینگتونه، من هر وقت رد میشدم میگفتن این تبلیغ کنسرت میکنه و اینجا چیه کنسرت کجا، این یه مغازه است، بعد نگو این فقط بلیت های ایونت ها رو میفروشه. و من فکر میکردم تو آمریکا این کار غیر قانونیه، حقیقتا یه نوع بازار سیاست که مثلا بلیت های برنامه ماز جبرانی که از 25 دلار تا 100 دلار بستگی به جاش توی اون سالن، این مثلا نوشته ما 4 تا بلیت داریم میدیم 175 دلار. خلاصه ما تا گفتیم سولد آوت شده، دوستان حالا یا برای که ما را امتحان کنن یا ماز جبرانی را امتحان کنن، یا ای داد بیداد یادم افتاد این سوربی گفت یه ما پیش که هست، هر روزم آگهی نشون داد، من دقت نکردم، رفتن زدن دیدن بله سولد آوت شده. از اونجا مکافات من شروع شد، یکی یکی تلفن و ایمیل، سوربی جان شما با آقای ماز جبرانی آشنا هستی، دوست هستی، میتونی بهش بگی دو تا تیکت به ما بده، میتونی بگی؟ ما گفتیم بابا اینجوری نیست، ولی باشه، ماز انقدر آدم خوبیه ما این کارو میکنیم. از آقای ماز جبرانی خواهش کردیم که آقا این دوستان دارن ما رو هم مثل شما تاس میکنن، به فکر موهای ما باش، یه کاری بکن. نوشت که باور کن من خودم هم تیکت ندارم و خودم هم از موقعی که سولد آوت شده دوستان خودم هم هی زنگ میزنه و بهترین جا اینه که همین جا، یا اگر تیکتای برگرده یه طوری بشه اینها. در هر صورت سوال من از شما اینه دوستان، چرا صبر میکنید؟ چرا واقعا؟ یعنی حالا من نمیگم شما دو تا بلیت مثلا میخری برای خودت و خانمت، دو تا 100 دلار 200 دلار چیه؟ برای 50 دلار برای دو تا تیکت 25 دلاری وای میسی که ببینی خدای نکرده مادرت فوت نشه، بابات فوت نشه، زلزله نیاد، دنیا آخر بشه. آخه دنیا اگه آخر بشه، حالا گیرم که دنیا آخر شد، شما 50 دلار تلف شده باشه، رفته باشه، میخوای چه کارش کنی؟ بابا جون وقتی یه برنامه ای رو میبینید، بارها گفتم این هنرمندا زحمت میکشن، اینا دو روز سه روز از شهر و دیار و زن و بچه خودشون جدا میشن، میان تو بهترین هتل که شما باشی، باز مثل رخت خواب خونه خودت، مثل رو مبل خونه خودت که بخوابی نیست، میان اینجا برای چی؟ برای که 2 ساعت 4 ساعت 3 ساعت من و شما رو خوشحال کنن، شاد کنن. خب بریم استقبال کنیم، شرکت کنیم، بخریم این بلیط‌ها رو. این همه پول برای چی میخوایم نگه داریم؟ مگه کفن جیب داره؟ حالا من همینجا از مازیار یه خواهش میکنم، مازیار یه جوکی درباره این ایرانی ها که صبر میکنن بلیط رو نمیخرن. بارها باور کن خودم بوده یه مراسمی، خب اینجا میدونی خیلی ها هستن میگن که خب مثلا شما این 20 تا تیکت رو بگی شما بفروش، این 20 تا رو شما بفروش، اینا که بدیم به دوستان. به هر کی میگیم اولا فکر میکنم که ما این تیکت ها رو مثلا خریدیم 1 دلار، حالا میخوام بفروشیم 100 دلار، این یک. دو من میگن که والا من هنوز برنامه‌مو نمیدونم، میگم اتفاقا چه خوب، چه خوب، چون برنامه‌ت رو نمیدونی بفرما این برنامه‌ت. اگه تو بگی بله جمعه دخترم میخواد ازدواج کنه، جمعه قرار پدرم بمیره، جمعه قرار مادرم جراحی کنه، ما به تو کاری نداریم، تو برنامه داری. ولی تویی که میگی من هنوز برنامه این ندارم، بگیر بابا دیگه، بگیر 2 تا 25 دلار 2 تا 30 دلار بذار جیبت. اون بنده خدا هم از یه ماه زودتر میدونه بلیتاش فروخته شده، با یه خیال راحت تری. اون برنامه گذارم همین، سوربی هم نمیاد به کارمون خرابه. پس مازیار جون یه جوکی بساز برای این ماجرا. جوک نمیخواد، این کمدین ها، اینایی که واقعا بلدن چجوری یه مطلبی رو دلیور کنن از حقیقت، میدونید که بهترین طنز و بهترین جوک چیزای حقیقی زندگیه، اینا بازگو میکنن میشه جوک. پس دستم به دامنت، این رو بگو، اگه دوست داشتی تو برنامه‌ت هم مردم تیوی رو یه کمی پروموت کن. ممنونم. حالا که اون ویدیوهای آپریل فرست رو برداشتیم، ویدیوی جیمی وست وود رو گذاشتیم و این رو حتما نگاه کنید.
خیلی خوشحالم که فیلم جیمی وستوود مازیار جبرانی به سینماهای آمریکا راه پیدا کرده. این اولین فیلمش نیست، تا حالا چندین فیلم بازی کرده. شما میدونید ماز جبرانی قبل از اینکه فیلم ایرانی بسازه یا فیلم درباره ایرانی بسازه، تو فیلمهای آمریکایی، تو سریالهای آمریکایی شرکت میکرد و یکی از موفق ترین بازیگرا و کمدینای جامعه ماست که باید بهش افتخار کنیم. من ممنونم به نوبه خودم و تشکر میکنم و خوشحالم برای ماز جبرانی و با رفتن و دیدن این رو به اصطلاح حمایت بیشتری بکنیم، نه از فقط ماز جبرانی، دوستان دیگه هم که میان، خواننده، نمایش، نمیدونم هنرپیشه، اینا که تو تئاتر بازی میکنن چی میگن، بازیگر و هر چیز دیگه. و اما ماز جبرانی همین جمعه در کنیدی سنتر 8 شب، دیگه احتیاج به تبلیغ نداره چون بلیط‌ها سولد آوت شده. و اما سفر روحانی به اتریش به دلیل مسائل امنیتی به تعقیب افتاد. عجبا آقای روحانی، مگه شما به خدا اعتقاد نداری؟ مگه قبول نداری که اون دستینی، سرنوشت و اینها دست اونه؟ من قبول نداری که سرنوشت شما از روزی که دنیا اومدی خدا نوشته که رئیس جمهور میشی، که آخوند میشی، که تو چیزای نیروی نمیدونم اتمی صحبت میکنی و که فوت میشی یا کشته میشی؟ پس دیگه چرا این چیزها رو میترسید عوض میکنی؟ این نشون میده اینایی هم که حرف از خدا میزنن خیلی خدا رو باور ندارن. علی عزیز سوالی کرده بود، علی شیرازی، از آقای افشارها، و من هم پیشنهاد کردم آقای افشارها این رو در برنامه هاشون توضیح بدن. متاسفانه آقای افشارها به خاطر همین برنامه های میدونید ایشون آکادمی کاوه و اینها کارهای آموزشی و مثل مدرسه و دبیرستان و اینها دارن، به خاطر اینها الان نوشتن که نمیتونن تو برنامه های جمعه شرکت کنن، ولی گفتن اگر ویدیوی چیزی درست کنم براتون میفرستم و ما امیدواریم تو این ویدیوها خیلی قشنگ اگر خواستن ضبط کنن بفرستن ما هم پخش میکنیم. پس جواب اون من نمیدونم چیه که وقتی چراغ قرمزه اونی که به خدا باور داره میگه خدایا به امید تو همینجوری میره، یا اونی که باور نداره میگه نه خب من با ترمز بزنم ترمز میزنه. این رو من نمیدونم، سوال خوبیه و ای کاش یکی بیاد پاسخ بده. و اما عکس باب مارلی رو الان برای من فرستادن، جامائیکا 10th anniversary outdoor reggae festival، فستیوال رگه. توی این واشنگتن شما اگر زندگی کنید هر روز یه برنامه هست و حسنش اینه که اینجا میدونید که واشنگتن رو بهش میگن لیتل آفریقا، یعنی آفریقای کوچیک، نیویورک رو بهش میگن بیگ اپل، سیب بزرگ، و این شهرهای اینجوری از اون دایورسیتی یعنی افراد مختلف، تنوع، گوناگونی، بهرمند هستن. مثل وسط آمریکا نیست که طرف هیچ کارو ندیده باشه، فقط پدر مادرش رو دیده باشه و گاوای مزرعه‌شون رو. اینجا آدمای مختلف رو دیدن، با اونا صحبت کردن. توی خیابون که میری اینجا خوراک مراکشی، اونجا خوراک الجزیره‌ای، اونجا اینه و الا. جمعه قرار گذاشتم با یه آقای مصری که یک حمامی درست کرده، حالا گفتم الجزیره و مراکش و اینها، و برای من جالبه بهش گفتم هر کی از من میپرسید آقا چرا ایرانیا حمام ندارن، گفتم چرا، ترکا حمام دارن و کره‌ای ها هم اینجا حمام دارن ولی ایرانیا هنوز ندارن. حالا این آقای محمد مصری هست ولی حمام مراکشی درست کرده. جمعه با ایشون یه مصاحبه‌ای انجام میدم و گفت ما خیلی مشتری ایرانی داریم. میخواستم بگم از اون حمامای عمومی مثل ایرانه که کیسه میکشن و ماساژ میدن و مشتمال، به ماساژ میگفتن مشتمال، مشتمال میدادن و صابون. تو شیراز اینجوری نمیکردن صابون رو توی اون کیسه ها اینجوری کف کنه. من وقتی تهران میرفتم خیلی خوشم میمد، اینجوری فوت میکرد توش، بعد باد میکرد میریخ رود، میشد مثل این فیلمای سینمایی که پر کف و اینا. تو شیراز صدر رو نمیدونم، بعد شامپو و دیگه بعدم که حموم عمومی نمیره، همه میرفتن حمومای خونه خودشون. و اما آقای عزت الله انتظامی در نامه‌ای به حسن روحانی از وی خواسته مسئله حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را حل کند.
میدونید که آقای عزت الله انتظامی یکی از هنرپیشه‌های خوب ایرانه و بیش از 90 سال عمر داره و آقای روحانی یکی از وعده‌های انتخاباتیش این بود که به این افتضاحات هم به اصطلاح رسیدگی کنه. و اما باز جمهوری ایرانی و هویت ملی از این دوست عزیزمون که اسم خیلی قشنگی هم داره، حالا وقتی باشون مصاحبه کنم در رابطه با اسمش و فامیلش هم صحبت میکنم. دوستان این کلمه لو که پشت فامیل ها میاد، مثلا اوسان لو، مدان لو، دوان لو، این یعنی چی؟ یعنی قومن چیه؟ من نمیدونم. این رو میدونم که خیلی از کردا، خیلی از اونایی که طرف شمال و اینها هستن، فامیلیاش اون این پسوند لو رو داره، ولی حقیقتش نمیدونم یعنی چی، باید برم توی فرهنگ ده خدا نگاه کنم. و اما فردا صبح ساعت 9 به وقت واشنگتن که میشه 3 بعد از ظهر سوئد، من براتون یه برنامه‌ای که حالا به اون دوستمونم میگم سعی کنه این برنامه فردا رو برنامه نوروزی باشه، از سوئد ایشون پخش میکنه، منم از اینجا رله میکنم و برنامه ایشون رو یه جورایی من معتادش شدم وقتی که گوش میدم، با وجودی که ایشون سرهنگ شهربانی بوده، سرهنگ شهربانی چه کار به رادیو و تلویزیون چه کار، ولی بعضی ها یک هنر نهفتهی در نهادشون هست و این میدونید تو ایران ما هممون دنبال اون شغلی که دوست داشتیم نمیرفتیم، شغلی که بابا و مامانمون بهمون گفته بودن، شغلی که مثلا پول توش بود، شغلی که قدرت توش بود، یه جوری جذب اونها میشدیم. بعدن میفهمیدیم آقا من عشق و علاقه به این کار ندارم. حالا بنده تصادفا اون کاری که دوست داشتم، دبیری و معلمی و درس دادن، رو رفتم داخلش و اونم بدشانسی ما ول شد دیگه، باطل شد، اومدیم بیرون. و بعضیا اون عشق و علاقه شون رو وقتی که بازنشست می شدن، وقتی که بعد از ظهرا از کار اصلیشون می اومدن، می دیدیم بابا اصلا طرف یه هنرمنده به تمام معناست. این آقا واقعا قدرت بیان، صحبت کردن، چیزها رو میکس کردن، ببینید میکس کردن، قاطی کردن فرق میکنه. شما ببینید یه دیجی میاد موزیک رو برای شما میکس میکنه، دارید شما میرقصید بدون اینکه شما برید بشینید، آهنگ عوض شده بدون اینکه شما متوجه بشید، ولی یه کسی مینی میکس میکنه، 2 دقیقه از این 2 دقیقه از اون، اصلا شما رو میگید آقا داریم بابا کرم میرقصید، یه دفعه چه شد آهنگ مثلا I will lead out چی چی میگه از این I believe بود مال گوش و این چیزا شد. این فرق میکنه، این میکسی که میگم به معنای میکس خوبه، قاطی کردن خوب، درست ارائه کردن. و حالا فردا خودتون نمونهشو ببینید. پس یا بنابراین، چون به یه کسی گفتم پس فردا من شما رو میبینم، فردا نیومد، گفتم چی شد؟ گفت خودت گفتی پس فردا. از اون به بعد فوری تا میگم پس یادم میفته. بنابراین فردا پنج شنبه شب جمعه، شب خیرات، گفت چی شب جمعه؟ دو چیز یادت نره، دوم تلویزیون مردم. از ساعت 9 صبح به وقت ما، به وقت نیویورک، تا 12 ظهر من 3 ساعت اینجا می نشینم، برنامه اینها رو که فقط صدا هست، من به صورت صدا و تصویر به شما به صورت ایدی هدیه می کنم. این ایدی من به شما، شما هم اگه دوست داشتید ایدی بدید به تلویزیون مردم. یه دوستی داشتیم اون وقتا خیلی برای من چی مینوشت، خیلی با هم کلکل میکردیم، یه مدت اصلا پیداش نبود، آقای تونی. حالا فامیلیش یه جوریه که شادم نخواد بگم، نمیگم فعلا. دوباره دیدم در رابطه با آقای افشارها یه نامه نوشته بود، بعد یه 2 تا سوال کرده بود، یه اشتباه کرده بود، حتی تو نامش نوشته بود که آقای افشارها شما که درباره کوبا میگید، شما که میگید 50 بار رفتید کوبا، شما که تو کانادا هستید که غیرقانونیه برید کوبا. من نوشتم مطمئنی کانادا غیرقانونیه؟ چون من حتی خیلی از دوستان وقتی گفتم کوبا دوست دارم برم ببینم قبل از اینکه کامرشالایز بشه مثل آمریکا، گفتن که خب یا برو از هیتی، برو از دامینیکن ریپابلیک، یا برو از کانادا، برو اونجا و بیا و اینها، اونجا آزاده. و به همین خاطرم هست که اینقدر سیگار کوبایی توی کانادا هست. بعد ایشون برای من نوشت که خوشا به حال شما که من الان
وکیشن، یعنی در تعطیلات هستم، مرخصی هستم، تحقیق کردم. بله شما درست میگید، اصلا کوبا سفارت داره تو کانادا اینا. گفتم من نمیفهمم، خوشا به حال من چرا؟ شما خیلی قشنگ آقای تونی باید مینوشتی که I'm sorry I made mistake، باید مینوشتی که من عذر میخوام اشتباه کردم. یه نامه برای آقای افشارها مینوشتی که آقا من عذر میخوام اشتباه کردم، من به خاطر اون عصبانیتم که با شما مخالفم در یه رشته‌ای حقیقت رو هم قربانی کردم. در هر صورت تونی جان اگه دوست داشتی، من بارها گفتم چون تلویزیون هست الان امکان اسکایپ هست، اگه بخوایم به بیننده ها فیر باشیم، عادلانه، اینه که همین جوری که من خودم رو نشون میدم، شما هم اگه نظری داری شما خودتو نشون بده، که فردا اگه یه کسی هم با شما مخالف بود اونم تو خیابون یه نیم ساعتی وقت تو بگیره بگه آقا این حرفا چیه شما میزنی. شما اگه نمیدونی، اگر از سفارت کانادا و کوبا تو کانادا و کانادا تو کوبا خبر نداری، خب بی خود حرف نزن. پس منتظرت خواهم بود. اینم از این برنامه رادیویی فردا صبح از 9 تا 12 رو براتون گفتم و با هم خواهیم بود. خوشحال میشم که شما هم به اون دوستمون که برنامه گذاره زنگ بزنه، تماس بگیرید و بگید که صداش رو دارید از تلویزیون مردم میشنوید، تصاویر رو از اون ببینید. به ایشون گفتم که حیف شما اینجوری میای اونجا از وبسایت های مختلف، از تلویزیون های مختلف ویدیو و اینها رو میگی، درسته که برای ما توضیح میدی و حقیقتا یک تصویری برای ما میسازی، ولی فکر بکن اگه اون چیزی رو که شما داری میبینی برای ما هم نشون بدی با اون اینپوت های خودت، با اون گفت های خودت، چقدر جالبتر میشه. یعنی حقیقتا تشویقش کردم که از این حالت رادیویی بیاد به صورت رادیو تلویزیون برنامه داشته باشه. حالا امیدوارم که قبول کنند و بیان و بتونیم با هم کار کنیم و شما هم استقبال کنید. خب ساعت 2:53 است و بریم سراغ نوشته هایی که دوستان گذاشتن. میدونید که من از تعداد زیادی از دوستان خواستم که اینهایی که اینقدر میگن با خرافات بجنگیم، مبارزه کنیم، نظرشون رو درباره چهارشنبه سوری هم بگن. یکی یکی از زیرش در رفتن. حسن خواجه عبدالله که هم استانی من هست، بچه زرغون هست، نمیدونم از بس حلوای ارده خورده فعلا گلو درد گرفته، یا به قول معروف چون به حرف حقیقت رسید فعلا خفه خون گرفته. اینجوریه دیگه حسن جان، وقتی که جواب ندی، ما دو تا چی داریم؟ یا میگن جواب ابلهان خاموشی است، یا میگن حرف حساب جواب نداره. و شما این کاری که میکنی، من به اون نتیجه میرسم که بله بله بذار ببینم. آها این دوستمون هست، این همون دوستی است که دوستان صحبت کردم راجع به رادیو. آقا صدای منو میشنوید شما؟ بله قربان میشنوم. به به دوستان عزیز، آقای کیامرس، کیامرس هول شدم، کیومرس فرهومند رو داریم از سوئد و من درباره برنامه شما امروز صحبت کردم، به دوستانم این وعده رو دادم که فردا از 9 صبح به وقت نیویورک تا 12 ظهر من میخوام یه ایدی به این دوستان بدم، اونم چیزی نیست به غیر از 3 ساعت برنامه شما. ازتون خواهش میکنم فردا برنامه‌تون بیشتر از معمولی شاد باشه، چون آخرین روز 12 فروردینه و من ساکت میشم. به قول شما آمریکایی‌ها قربان نکست سیسته. بله بله خب بگید ببینیم. و منم از ادب میکنم دیگه به شنوندگان عزیز تلویزیون مردم و این انسان محبوب آقا آی پارسا سوربیر هم از ادب میکنم. سازمان میهن پرستان کیان ایران هستیم در اروپا سوئد و منم کیومرث فرهومند هستم که افتخار میکنم حتما و حتما برنامه های ما در اون سوی دنیا پخش بشه. بدین وسیله از حال هم خبر داشته باشیم جناب پارسا. خیلی ممنون. من برای دوستان داشتم تعریف میکردم که بعضی ها یک نبوغ به اصطلاح نهفتهی دارن، مثلا شما سرهنگ شهربانی بودید توی زندگی نامتون که میخونم. من برنامه های شما رو از طریق آقای آریانپور باهاتون آشنا شدم و اینها، و دیدم که شما با وجودی که از لحاظ عقیده با دیگران ممکنه اختلاف داشته باشید، ولی از این اختلاف به عنوان دوستی استفاده میکنید نه به عنوان دشمنی. حالا به ما بگید که این برنامه شروع رادیو از چه زمانی به فکر شما افتاد و
میبینم موفقید از تبلیغاتون، از صحبتاتون، از تلفن‌ها و تماساتون و از دشمنی‌ها. بعضیا دیدم که دشمنی کردن، درباره شما نوشتند و ویدیو گذاشتند و اینها. چی شد شما از به اصطلاح سرهنگ شهربانی و ماجرا سوئد حالا آمدید به اصطلاح رادیو و برنامه‌های اینجور؟ بله جواب سوربید، خیلی داستان مفصله. همینقدر به شما عرض کنم، اگر می‌خوایم در میدان باشیم، اگر کسی میخواد کار سیاسی ببیشه، مبارزه سیاسی، منظور ما، هدف ما در کیان ایران، سایت ما همون صفحه اول مندرجه قشنگ، یک رهایی نجات، رهایی خانمون از دست این سیستم غاصب و ستمگر. بعد از اون میرسیم به رفراندوم و بعد میرسیم به پادشاهی اگر مردم انتخاب کنند، چون ما دنبال روی مردم هستیم. ببینید قربان، آقای شاهزاده رضا پهلوی قائد من، پسر فرمونده من بوده ایشون، چشم، ولی مردم باید تکلیف رو معلوم کنن. خود ایشون هم میبینید اواخر به کرات عنوان میکنن، تکرار میکنن که من نشستم مردم تعیین تکلیف کنن برای من، چه راهی رو میخوان پیش بگیرن. آیا اون اشتباه بزرگ تاریخیمون رو با وصف برای این که بافت کشور ما پادشاهیه، ما فرزندان کوروش داریوشیم بدون هیچ گونه تردید، جز دو سه مرحله هم که شاهانی بودن، سلسله هایی بودن که نشان ندادن خودشون رو به هیچ عنوان، مثل قاجاریه یا دیگران، ما کم داشتیم. ولی بعد که پدر و پسر آمدن، شاهان پهلوی آمدن، دیدیم مملکت افتاد در شاهرهای ترقی. نه تبلیغ میکنم، نه فناتیک هستم، نه دوگم هستم، نه شاهولایی هستم، ابدا. من سربازم، فرزند ایران زمینم. اون روز که این بلا به سر ما آمد، ما تا انتهاش رو میدونستیم که چگونه خواهد شد. حال رسیدیم به 38 سال. اگر تلاش نکنیم، اگر یکی نشیم، اگر یک ملت نشیم، خدا میدونه 138 سال خواهیم شد. ملاها رو پیاده کردن بسیار دشواره. اگر میخواییم به خودمون امید باهی بدیم، بفرمایید بدیم، اما اگر میخواییم مبارزه منطقی داشته باشیم و به نتیجه برسیم، باید واقع‌گرا باشیم. همین که جناب سوربی اشاره فرمودید، شما با اون طرز تفکر، تیمسار آریانپور با شما، این طرف من سرهنگ فرهومندم، احیاناً که من سعی میکنم همیشه توهم رو از دوروبر خودمون دور کنم. ما دوگم نیستیم، ما یک سویه قضاوت نمی کنیم. ما اول دنبال روی راه مردم هستیم. خدا رو شکر میکنم اگر شاهزاده هم در 18 سالگی 19 سالگی سوگند یاد کردن به عنوان پادشاه ایران و بعدا دیدن که عملی نیست، مردم باید بخوان، مردم باید انتخاب کنن و ما هم همون راهو میریم. بنابراین من فکر میکنم راه سرکار با ما هیچ جدا نیست، عقایدمون یکیه. چرا قربان، در یک گوشه از کار یا در انتهای کار ما به هم دیگه وصل میشیم، اونم خانمونه. خانه باید آزاد بشه، این از همه چی مهمتره. این عرض بنده است. خب بگید چجوری شما با کارهای رادیویی و اینها آشنا شدید؟ میدونم که از توی ایرانم دوستان هنرمندی داشتید و اینها، ولی فکر کنم فعالیت اصلیتون بیشتر توی سوئد با رادیو شروع شده، نه؟ ببینید بیشتر از اون، از 20 و چند سال پیش ما شالوده یا بنیان حزب میهن رو در سوئد گذاشتیم. آقای امیر سپر بود، هوشنگ کیا بود، من بودم، 3 نفر. و اتفاقا حزب میهن به سرعت در اروپا به ویژه نزج گرفت، وسعت گرفت، پا گرفت. ولی خب متاسفانه میدونید ما در کارهای اجتماعی میاییم جلو، ولی یک نقطه میستیم و اونجا توهم پیش میاد، منیت گرایی پیش میاد، یه انشاها پیش میاد، ما منشعب شدیم. از اون به بعد ما کیان ایران شدیم، اون دوستان دیگه کیان میهن شدن. به هر حال کیان رو رها نکردیم به معنای فر و شکوه ایران زمینه، کیانه، نه کیان نظام قربان امروز، کیان ایران. و بعد کار رادیویی باید که ارگان رسمی خبری میداشتیم. از 15 سال پیش رادیو کیان ایران را افتاد و بعد از اون خدا میدونه چه سختی ها که ما نکشیدیم برای اینکه بمانیم و ماندیم. الان هم در اروپا خدا رو شکر میکنم بسیار روی ما محبت دارن، نمیگم حساب میکنن، خیر،
یه نیروی فعال قابل ملاحظه بلژیک، انگلستان، دانمارک، سوئد، شرکای سیاسی ما هم در اونجا با ما هستن. شورای مدیریت کیان ایران رو اداره میکنیم و بعد در اون مرز که اونو دیگه معذور هستم، عذر میخوام، فعالیت هایی که داریم اونجا، سربازانمون، افسرانمون همینقدر عرض کنم به غایت نگران و ناراحت و مشوش و پریشان و درمانده حتی هستند، نه به خاطر مسائل اقتصادی، اون بخش اقتصادی اون بخشی است، بیشتر از اون از این بلبشو، از این سردرگمی. بعد از اون خاطرتون هست، حضورتون عرض کردم ببینید که رهبر نظام اسلامی چی میفرمایند. ایشون میگن که هر کس میگه ما باید طریق موشکی رو رها کنیم به طریق گفتگو بنشینیم و پیش بیاییم، خائنه، یا خائنه یا ناآگاهه. این خود این شخص به فراوانی ناآگاهه. دنیای امروز دنیای جنگ نیست، دنیای امروز دنیای دیالوگه، دنیای گفتمانه. نگاه نکنید تروریستا دارن میان میکشن، اون بحث دیگری، اینا اسمشون تروریسته و تندرو هستن، افراطی هستن، اخشاری هستن که عقب مونده ذهنی فکری، اینا اصلا انسان نیستن. وقتی میان افراد سیویل و بیگناه رو میکشن، ماجرای بروکسل رو ملاحظه فرمودید، قبل از اون پاریس رو، باز هم پاریس رو که کارتونیستا رو کشتن، دولت‌های اروپایی همینقدر حضور همیهنان عزیزم در آمریکا، عرض کنم که حالا نمیگم یا به غلط یا به درست، من اجازه چیز ندارم، آنالیز و تفسیر ندارم، ولی بسیاری جاها ما میبینیم که این دموکراسی بیش از حد، این آزادی دادن بیش از حد، نتایجی چنین خونبار به وجود میاره. جایی که آقای اردوغان میگه ما دستگیر کردیم، ما یکی از این برادران بکراوی رو دستگیر کردیم، اون تروریسته، فرستادیمش دست بسته به هلند. هلند گفتن خب چون الان ما فعلا کاری نکرده پس آزادش میکنیم، در حالی که آزاد کردن اینا منجر میشه به واقعه بروکسل، مردم سیویل، مردم بیگناهی که کشته میشن. بر کیفیت دولت‌های اروپایی باید طبیعتاً بگم خوشبختانه، برای اینکه رسیدن به حد ایدئال در رابطه با دموکراسی که چیز بدی نیست، اما در عمل به صورتی که داریم میبینیم نتایجی هم چنین مهلک، منفی و خونبار به دنبال داره. ما در میدان هستیم جناب سربی، ما کار میکنیم. سرکار استعزار دارید، سازمان ما کیانه ایران شبانه روز فعاله، شاید 4 ساعت، 4 ساعت و نیم فقط ما نیمه شب خواب است و بعد از اون 6:30 صبح برپا، 7 صبح، صبح بخیر گاتنبرگ، صبح بخیر اروپا. آقای فرهومندی لطف کنید همین در رابطه با این که شما از 6 صبح بلند میشید مثل همون سربازای قدیم و اینها و تا پاسی از نیمه شب برنامه دارید، بگید ساعتهای برنامه‌تون رو به وقت سوئد، چون ما بیننده های زیادی توی سوئد داریم، اون رو هم بگید، مطمئنن اونا میشناسن شما رو. بعد همون جوری که گفتم، باز ما فردا برنامه رو که اینجا از 9 صبح، یعنی میشه 3 بعد از ظهر شما، درست میگم؟ دقیقاً گذاشت 6 ساعت. بله، از 9 صبح ما به مدت 3 ساعت این برنامه رو رله میکنیم، با شما بیشتر آشنا میشیم. از دوستان هم میخوام که با اون تلفنی که شما اعلام میکنید تو برنامه و من اینجا مینویسم تماس بگیرن فردا، چون خودم یکی دو بار به شما تماس گرفتم، شما میگید تلفنایی که ناشناخته باشه ما روی خط نمیبریم. پس دوستان اگر لطف میکنن تماس میگیرن فردا به شما، اون شماره ها رو از تلفن هایی که باز هست، لاک نیست، تماس بگیرن. شما برنامه هاتون مثلا این قسمت ما در همون ابتدا، خب شماره هامون و میلمون و همه تشکیلاتمون رو، تارنمامون رو، همسیدان، وبسایت، همه اینا رو ما اعلام میکنیم همون ابتدای برنامه. خب 3 ساعت آغازه، همونطور که فرمودید میتونه اصلا به صورت آزمایشی باشه. من امیدوارم در کنکور آمریکا، هم میهنان عزیزم، در اون گوشه جهانم ما موفق باشیم، چرا که ما سربازانی هستیم بدون هیچ گونه منظور، هیچ گونه توقع، و سعی میکنیم همیشه صادق باشیم و با صداقت اصالت راه خودمون رو طی بکنیم. من فقط این بحث و اجازه خیلی سریع به یه جایی برسونم،
رادیو شبانه روزی شروع شده، کار میکنیم، اما باور میفرمایید که باز هم با سوء استفاده از این دموکراسی، با سوء استفاده از این دموکراسی که دولت سوئد یا دولت‌های اروپایی در اختیار اتباع دیگر کشورها میگذارند. ببینید این دموکراسی شاید که برای سوئدی ایدئال باشه، برای دانمارکی، برای نروژی، برای یک فنلاندی، ولی اتباع دیگر کشورها که آمدن در این کشورها رحل اقامت گرفتند و نشستند و سکنا گزیدند، اینها بعضن از این مدار خارج میشن، استفاده تبدیل پیدا میکنه به سوء استفاده. بنابراین ما صدمه میبینیم، همینطور که اشاره فرمودید که حتی بیان در نت و این بر اون بر علیه ما بنویسن، چی بنویسن؟ ما کارناممون مشخصه، 15 سال این رادیو داره کار میکنه، 22 سال سازمان میهن‌پرستان کیان ایران کار میکنه، روانشون شاد باشه اونایی که رفتن. ما با همه صحبت کردیم، همیشه مصاحباتشون در آرشیو ما موجوده، از دریادار مدنی بگیریم، آقای رضا فاضلی بگیریم، سیمین بانوی بهبانی بگیریم، ارتشبود مینباشیان، ارتشبود فریدون جم، 92 سالشون بود وقتی من صدا کردم که تیمسار صحبت بفرمایید، شما رئیس ستاد بودید، ستاد ارتش ایران. گفتن میدونی که من سنم بالاست، گیش میشم، یادم میره. گفتم من خدمتتونم، من یادتون میارم. همه اینها در آرشیو موند. آقای دکتر رهنوردی هنوزم عزیز من، بزرگ من، همه اینها هستن. این نشانگر اینه که ما حق داریم، ما داریم کار میکنیم. بذارید شیطنت کنن، ما پوست ما کلوفتر از این حرف هاست. قربان، بسیار ممنونم. پس برنامه شما سه قسمت هست، صبح ساعت چقدر؟ 6 تا 9 یکی. ببینید چهار قسمت به واقع جناب سوربی. بفرمایید. 7 تا 9 بامداد به وقت اروپا میشه، 1 تا 3 نیمه شب به وقت شما. بله. بعد برنامه دوم 15-18، 3 تا 6 بعد از ظهر ما، 9 تا 12 شما. بله بله. دقایقی دیگر ساعت 10 شب تا 12 شب باز ما زنده هستیم در برنامه لایو خودمون. این سومین برنامه‌مونه که میشه 4 بعد از ظهر، بگم تا 6 بعد از ظهر شما. بله بله. و بعد 12 شب تا 3 بامداد دیگه جناب سوربی، اون موقع بنزین نیست، بنزین تمام شده، بنابراین ریپت در کار میاد. تنها برنامه‌ای که ما کمک میگیریم یه نیم ساعت فقط اخبار نیمه شبه که اونم باز عقبن، صدای آمریکا یا بی بی سی وسیله خبرنگارانشون، مشریان برنامه‌شون، اینا رو ساعت 8 و 9 شب میذارن بالا، یا ار اف ای فرانسه، به جز رادیو فردا که اون اکتیو فعال در 24 ساعت، اونا میرن. بعد ما ساعت 10 شب آمدیم، ما خبرهایی داریم از اونا جلوتر. بنابراین اگر دوستان عزیز، همیانان عزیز ایرانی مقیم آمریکای ما میخوان خبر، میخوان همین کیان ایرانه، باور بفرمایید این کیان ایرانه. در این ساعتی که عرض کردم اگر شما ما رو بگیریم به ما پیوند بخورید، قول به شما میدم که ارضا خواهید شد از حیث کسب خبر که امروز بی نهایت مهمه در مورد وطن خودمون، کشورهای اطرافمون، کشورهای دیگر، جهان. امروز اصولا بر مدار خبر میگرده. اسم رادیو خودمون رو هم بامدادان میگیم 1001 خبر، بر وزن اون 1001 شب که دیگه تمام شد، 1001 شب تمام شده، امروز 1001 خبره. هر روز یه گوشه دنیا رو دارن میترکونن. بنابراین من آرزو میکنم همیشه در اروپا که 1001 خبر ما موفق باشه، و در آمریکا هم دیگه به لطف پارسا سوربی عزیز و بزرگوار ما آمدیم به میدان. من بسیار خوشحالم، بهتون خوش آمد میگم. پس به امید دیدارتون فردا صبح به وقت ما ساعت 9 صبح که میشه 3 بعد از ظهر شما، چون قسمت قبلی ما خواب هستیم. ولی بله قربان، بله ممنونم. بله ممنونم، خیلی لطف کردید، تماس گرفتید و به دوستان میکنم. هم پیشنهاد میکنم، استدام کنم به لطف شما. بازم عرض میکنم بسیار ممنونم از این ارنج، بسیار ممنونم از این برنامه ریزی سرکار که اجازه دادید این و سربازان این مقیم این سویم بیان به سمت شما. من خیلی خوشحالم، مرسی عزیزم، با امید دیدارتون، به امید شنیدار ما، و به امید حتما و حتما اتحاد و اتفاق بیشتر و بیشتر برای همگیمون. بسیار ممنونم، خیلی ممنون که تماس گرفتید.
استدعا میکنم قربان، پاینده باشید، بدرود. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای کیومرث فرهومندی بودیم، فرهومند بودیم از سوئد، رادیو کیان ایران. و در مورد خبرها هم بهتون بگم، خبرها هم به صورت خیلی جالب و زیبای اجرا میکنن، خیلی اون حالت خوش که برنامه خبری رو نداره. و میگم، من به ایشون گفتم من برنامه رو که گوش میدم، فقط حیفم میاد که شما این رو چرا تصویری هم انجام نمیدید، چون الان میدونیم دیگه در قرن 21 روزنامه یه گوشش صدا پخش میکنه، یه گوشش تصویر پخش میکنه، تلویزیون یه گوشش خبرها رو می‌نویسه، رادیو یه گوشش داره مثل تلویزیون تصویریه. و ایشون هم گفتن که خب میتونیم امتحان کنیم ببینیم چگونه است. فردا صبح ساعت 9 به وقت واشنگتن، 6 صبح به وقت کالیفرنیا، 3 بعد از ظهر به وقت سوئد با شما خواهیم بود در برنامه از رادیو کیان ایران با آقای کیومرث فرهومند. و اما شما هم دیدید الان من اصلا عکسی از آقای فرهومند اینجا نداشتم، ولی تا ایشون تماس گرفت، اینی که بهتون میگم دوستان آسون شده این کار، ولی به شرطی که شما هم تمرین به اندازه انجام داده باشید، ولی اگر کلن ندونید کجا به کجاست، اون وقت مثل اون خانم شیرازی که ازدواج کرده بود باید آهنگ بخونید که باز نفهمیدم کجا به کجاست، زن پسرمه. ولی وقتی که این کار رو انجام داده باشید، خیلی آسون، خیلی آماده میتونید دیگران رو روی برنامه‌تون بیارید، شرکت بدید. مثلا امروز با این دوستمون که صحبت میکردم میگفت که خب من استرالیا هستم، شما آمریکا هستید. گفتم اصلا فرقی نمیکنه، یعنی من اون کسی که توی ویرجینیا هست ربع ساعت با من فاصله داره، با شمایی که ایشون الان در سوئد بود تماس گرفتن، اگه بخوان با اسکایپ تصویرشون رو هم میاریم. یعنی دیگه انقدر امکانات زیاد شده که از زیادی امکانات واقعا آدم بعض وقتا به دردسر میخوره. یکی از دردسرها امروز با همین دوست عزیزی که میخواستم صحبت کنم به من میگو که خب من با فیسبوک دارم با شما تماس میگیرم. گفتم من اصلا فیسبوک رو خاموش کردم که دوستان تماس نگیرن، اون قسمت چت یا گفت و شنودش رو خاموش کردم. خیلی امکانات زیاد دوستان، از این امکانات استفاده کنید، با دیگران در تماس باشید تا صداتون به جای اینکه فریاد بزنید به گوش 3 نفر برسه، خیلی معمولی هم صحبت کنید به گوش 3000 نفر خواهد رسید. بازم ممنونم از آقای کیومرث فرهومند که به اصطلاح تماس گرفتن و فردا با ایشون و دوستان ایشون خواهیم بود. چند روز پیش با یک آقایی صحبت کردم، ایشون لطف کرد وقتی زنگ زد گفت من شنیدم که شما کشتیگیر بودید و منم کشتیگیر هستم و اینها. بعد که اسم ایشون رو زدم روی گوگل نگاه کردم، بابا من کجا شما کجا، شما ماشاءالله قهرمانی، ما مثل ورزش همین مدرسه و اینها که هر کسی یه ورزشی میکرد، ما با اون امکاناتی کم رفته بودیم دنبال کشتی و اینها، و حقیقت کشتیگیر خوبی هم نبودیم. یه بار من به این قهرمان که قهرمان استان آموزشگاهی هم چیزی رسیدم، اصلا دیگه ناک اوت شدم، داغون شدم. و ولی مربی های خوبی داشتم، آقای فرخیان، آقای قشقایی، آقای فرجام، آقای پورشکیبایی اگه اشتباه نکنم، چند تای دیگه هم داشتم. خب دیگه اسماشون یادم رفته، من موقع مثلا 15 سالم بوده، الان 60 سال 45 سال پیش دیگه همینم که اسما یادمونه. ولی مثلا آقای فرخیانه که پیدا کردم روی فیسبوک، باهاشون تماس گرفتم، ازشون تشکر کردم، جویای حالشون شدم. آقای قشقایی و فرجام و پورشکیبایی اینا رو نمیدونم، باهاشون در تماس نیستم. در صورت این هم از این ماجرا. برگردیم به این آقای محمود محقق. دوستان این کشتیگیر جودوکار که الان این کشتیای چی بهش میگن، توی قفس هم دیگر رو میزنن، خونین و مالین میکنن. حالا اگه فرصتی بشه یه روزم با ایشون یه مصاحبه داشته باشیم. من حقیقتش خودم از این کشتیا خوشم نمیاد، چون دو نوع داره. یه نوعش هست که فیک و قلابیه، تو تلویزیون‌های آمریکایی رأس شده بود، میره از اون بالا دو تا پشتک میزنه، میپره رو این، ولی شما میبینی مشتشو بهش نمیزنه. یکیش هم هست که واقعا همدیگر رو میزنن. به نظر من دوتاش خیلی کار عجیب و غریبی هست و من نمیدونم این دوستانی که این کار انجام میدن تو چه
به اصطلاح موقعیتی هستن که حاضرن اینجوری یک کسی رو قانونن خونین و مالین چی میگن. در صورت با ایشون هم صحبت میکنیم، بد نیست نظرات اینها رو هم بدونیم. آقای محمود محقق، کشتیگیر، جودوکار، و ایشون هم 38 سالش هست. خب دیگه برگردیم به این موضوعات که گذاشتم اینجا براتون بخونم و نشون بدم تا ببینیم چی میشه. آها، درباره علی دوست و هم مدرسه ای و اینها میگفتن که از یه شهری از ترکیه رفته اون به اصطلاح شهر آنتالیا، و ما گفتیم آقا این چی میگن، میگن این همه ایرانی رفته اونجا. گفت والا اینجا الان به خاطر این اوضاع ماجرای تروریست و انفجار و اینها ملت میترسن، خیلی تو خیابون نیستن، گله به گله یا گوشه به گوشه مامورا اگه یه کسی یه ساک دستشه ورزشی یا خرید یا هر چیزی هم میگیرن و نگهش میدارن و نگاه میکنن و چک میکنن و میرن، و خیلی حالت چیزی داره. ایشون لطف کرد چندین عکس برای من فرستاده که حالا اگه من بتونم اینها رو براتون نشون میدم. مشکل ما هم اینه که چون یه سری از دوستان با مردم تیوی فیسبوک تماس میگیرن، بعد من میرم داخل حساب شخصی خودم دنبالشون میگردم، اونجا نیستن، باز دوباره باید برم مردم تیوی. عجب ما رو سر کار گذاشتن. همین فیسبوک دوستان بالاش نگاه کنید، اینجا مثلا مینسه 17 10 5 9 8 2، دو تا مسیج، یعنی 9 تا نوتیفیکیشن، 17 تا. آقا این چه وضعیه بابا؟ یکی مسیج میفته خب بذار میبینیمش، دیگه شماره میدن، عدد میدن، گیج میکنن با همه اینا، همدیگر رو میس میکنی. یعنی طرف میاد میگه آقا من 3 روز پیش برات یه چیز گذاشتم، میگم والا ندیدم. یا این دوستون میگه آقا فیسبوک رو روشن بذار، میگم آقا من اگه فیسبوک رو روشن بذارم 13000 نفر هی به من زنگ میزنن آقا سلام سال نو مبارک، آقا سلام سال نو مبارک، آقا من میتونم 2 دقیقه باهات صحبت کنم. همین دوستمون افشین گفت آقا من میتونم چند دقیقه باهات صحبت کنم. 58 دقیقه ما دیروز صحبت کردیم، تازه بعد که قرار شده امروز این ویدیو رو برای ما بفرسته، ویدیو رو فرستاده یوتیوب که ما توضیح دادیم که چرا پخش نمیکنه. بذارید ببینم علی رو میتونم اینجا پیدا کنم روی قسمت صفحه مردم تیوی، و علی آقای همکلاسی، نه علی همکلاسی من نبود، علی فکر کنم رشتهش مکانیک بود ولی همدورهی داداش من بوده. بله ایشون عکس هایی رو گرفته، این عکس خودشه که به همه شما داره از کجا، از ترکیه سلام میکنه، دست کم میده. بذارید عکسشو بهتون نشون بدم. و آهان، علی عکس‌ها رو تک تک میفرسه، اگر یاد بگیره عکس‌ها رو مثلا 10 تا 15 تا با هم بفرسه، وقتی که من این ماوس رو میارم پایین این بغل، اینجوری میتونم یکی یکی برگردم اونا رو نشون بدم. وقتی اینجوریه هی باید اینو ببندم برم یکی دیگه باز کنم، دوباره اونو ببندم برم یکی دیگه. عکس زیاد فرستاد ولی من وقت نداشتم که این عکس‌ها رو به اصطلاح بیارم پایین و به صورت یه ویدیو برای شما درست کنم. شاید فردا این کار رو انجام دادم برای شما جمعه. ما شدیم مثل اون مجریه که گفت مشخصات بیداری یادم رفته، هفته دیگه بهتون میگم. من با وجودی که اینقدر علی لطف کرد و اینا رو فرستاد، ولی من به موقع عکس‌ها رو به اصطلاح روی سیستم خودمون نگه نداشتم که به شما نشون بدم. از این بابت عذر میخوام، فردا درستش میکنم، اینجا مینویسم روی کاغذم، فردا عکس‌ها رو درست میکنم، عکس‌های ترکیه، و جمعه با شما خواهیم بود. خب امروز هم بهتون گفتم که جمعه ساعت 3 بعد از ظهر آقای افشارها نمیتونن با ما باشن، برنامه‌ای دارن، و شما اگه مایل باشید با خودشون تماس بگیرید اگر از طریق ایمیل و اینها. و اما راجع به خرافات داشتم صحبت میکردم قبل از اینکه آقای کیومرس فرومن زنگ بزنن، درباره دوستمون همشهریمون آقای حسن خواجه عبدالله صحبت میکردم و اینها. من برای آقای سهیلی، ایشون یه چیزی نوشته بود که به اصطلاح درباره جشن و چهارم همین چهارشنبه سوری و اینها بود،
من نوشتم که اگر من و شما با خرافات مخالف هستیم، آیا نباید چهارشنبه سوری، هالووین و چیزهای دیگه‌ای که مثل اینها اصلا خرافات هستن بگیم به مردم؟ هر سال کلی جوان کور میشن، کشته میشن به خاطر آتش بازی. حالا ببینید جواب آقای سهیلی به من چی بوده. و من میخوام بهتون بگم وقتی که تعصب پیدا میکنیم درباره یه چیز، ببینید چجوری میپیچونیم موضوع رو. آخه خرافات آقای سهیلی چه کار با استفاده از ماشین داره؟ ایشون نوشته همه روزه تعداد کثیری در اثر تصادفات اتومبیل کشته میشوند. پس چه باید کرد؟ اتومبیل را هم حذف کنیم؟ خب اگه اینجوریه، اجاق گاز هم که روشن میکنیم تعداد زیادی خونه آتیش میگیره به خاطر این. اگه اینجوریه هواپیمام که سوار میشیم، نه عزیز من، این فرق میکنه با خرافات. این که ما بیایم آتیش رو خودمون با دست خودمون را بندازیم، از روش بپریم، یه حرف احمقانه تر از این کاره بزنیم که بگیم سرخی تو از من، زردی من از تو. اون کجا؟ استفاده از ماشین کجا؟ شما دانشمندی، شما شاعری، شما نویسنده هستی، شما فرهیخته هستی، نکنید والا این کارا رو. بگید بله من عادت کردم و دلم نمیخواد از این عادت دست بردارم. مثل کسی که سیگار میکشه، خانمش بهش میگه بابا بچه‌هارم به کشتن میدی، نیاد توضیح بده که بله حالا چه کار کنم اگه اینجوری، خب شما هم نفس نکش. بگو آقا من عادت کردم سیگار بکشم، میدونم هم به خودم ضرر، نمیتونم ترکش کنم. اینجوری توضیح بده، ما هم قبول میکنیم میریم. ولی این چیه آخه شما نوشتی؟ خرافات یعنی اعتقادات. آها نوشته بشر امکان دارد با ایدئولوژی هالووین کلن مخالف باشد، با عدم توجه به میزان خسارات و مرگ در هالووین. یکم رضایت داده، فعلا هالووین رو قبول کرده که کلش افتضاحه، دروغه، یه چیزه. حالا چرا هالووین هم میدونی که اینا میگن چی؟ میگن اون شب ما ماسک میزنیم چون جن و پریام که میان اونا راحت باشن بین ما، ما نفهمیم کی جنه کی پریه. بله بشر امکان دارد با ایدئولوژی هالووین کلن مخالف باشد، با عدم توجه به میزان خسارات و مرگ در هالووین. من نمیفهمم یعنی چی مخالف باشد با عدم توجه، با توجه به میزان خسارت. شما اینجا یکم من یاد جورج بوش انداختید. جورج بوش میخواست بگه که من رو دست کم نگیرید، میگفت don't miss underestimate me. اصلا کلمه میس رو که میاری جلوه underestimate، دوتا منفی در هم غلط میشه. میگفت شما نکنید من رو دست کم بگیرید. خرافات یعنی اعتقادات بی اساس، خرافه یعنی سخن بیهوده و باطل و افسانه‌ای. تا اینجا شما میدونید، ما نپرسیدیم خرافات یعنی چی آقای سهیلی. ما گفتیم شما قبول دارید که این خرافات هست؟ حالا اگه خرافات هست چرا این خرافات رو میگید فرهنگ اجرا کنیم ولی اون یکی نه، خرافات با بنزنش دور؟ اینو من از شما پرسیدم. ولی شما داری من رو تو کوچه پس کوچه ها، بعضی ها میگفتن کوچه علی چپ، بعضی ها میگفتن نگید کوچه علی چپ، این رو نمیدونم سنی ها گفتن، حالا ما کاری نداریم. شما داری تو کوچه پس کوچه ها ما رو میچرخونی. خب چهارشنبه سوری یک بازی باستانی از دورانی است که بشر برای آتش احترام خاصی قائل بوده. نه خیر قربان، اصلا بازی نیست چهارشنبه سوری. اونایی که رفتن توی نمیدونم شاهنامه و فکر میکنن شاهنامه تاریخه، اونایی که فکر میکنن این چهارشنبه سوری برای این بوده که نمیدونم افرادی که گرسنه هستن برن در خانه این اون قاشق زنی بزنن و اینها، که بازم با گفتهای خودشون جور در نمیاد. مگه شما نمیگید ما در اون حکومت ها حقوق زنای حامله رو پرداخت میکردیم؟ مگه نمیگید در اون چیزا هیچ کسی بی خانمان نبوده، گرسنه نبوده؟ خب پس این کی بوده؟ این زمانش کی بوده؟ اینجوری نیست آقای سهیلی. شما داری، ببخشید اینو میگم، خودتو پایین میاری به این وسیله که میخوای حقیقت رو یه جوری با داستان قاطی کنی، بعد بگی حالا ولش کن.
اوکی. یک بازی باستانی از دورانی است که بشر برای آتش احترام خاصی قائل بود و جنبه تاریخی دارد و آغاز آن مذهبی است. هالووین یک بازی جدیدی است که در آمریکا در همین اواخر به علت سوداوری به وسیله یهودیان معمول شده است و جنبه تاریخی ندارد و ابدا حکمتی در آن نیست. وقتی شما میگید حکمتی در آن نیست، یعنی در چهارشنبه سوری حکمتی هست. شما لطف کنید حکمت چهارشنبه سوری رو برای ما بگید چیه. حتما میگید وقتی از رو آتش میپریم چون ورزش میکنیم حقیقتا سرخ میشیم دیگه، هی میگیم سرخی تو از من. بله ببین این حکمتشه. سال درخت کریسمس، اصلا اینا توضیحات بی خودیه. من یه سوال مشخص از شما کردم، شما باید میگفتید که بله چهارشنبه سوری خرافاته، ولی من دوست دارم این خرافات انجام بدم. درست مثل کسی که بگه بله سیگار ضرر داره، من دوست دارم سیگار بکشم. ممنونم. و اما اون دوستی که گفتم از استرالیا، بانویی که خیلی کوتاه مفید مختصر مینویسه و جالب، امروز یه نفر دیگه برای من یه چیزی فرستاد که این رو روی فیسبوک اون دوستمون هم دیدم. روز ظرفشویی به روز مرد تبدیل شد. مشهدیه زنش فوت میکنه، اونقدر گریه میکنه، میان دلداریش بدن، میگه ما با این حرفا خر نمرو، اول یکی بیارین بذارین جاش، بعد جنازه‌ش رو هر جهنمی میخوان ببرین. زن ایرانی چیست؟ زن ایران فرشته ایست لجباز که پدر رضا شاه را در کشف حجاب در آورد و پدر جمهوری اسلامی را در حفظ حجاب. دوست عزیز این کشف حجاب غلطه، رفع حجاب درسته. حجاب چیزی نبوده که کسی کشفش کنه، یا اولین نفری که مثلا باد و خاک اومده اینو انداخته رو سرش، اونو به عنوان حجاب که استفاده نکرده. اگرم باشه اون کشف کرد. آقای رضا شاه اگه شما بگی کشف حجاب، بهش توهین کردی. یعنی رضا شاه تازه اومده گفته کشف کردم، اون آقای دانشمنده بود تو حمام لخت آمد بیرون، کی بود؟ اوگلیدوس بود، فیثاغورس بود، یکیشون بود. یافتم یافتم. اینجوری که شما مینویسی یعنی رضا شاه آمده گفته او ملت این حجابه، من کشف کردم، نندازی تو سرتون. خب اگه کشف کرده بود که دیگه رفع حجاب، حجاب بود استفاده اش میکردن، این میخواست رفع کنه. ولی چقدر قشنگ نوشتید، شما نوشتید زن ایرانی فرشته ایست لجباز، پدر رضا شاه را در کشف حجاب در آورد و پدر جمهوری اسلامی را در حفظ حجاب. ایران از نظر آزادی و رفاهی بهترین کشور جهان است. حالا اونایی هم که دشمن من هستن یه قسمت بردارید بذارید روی یوتیوب بگید سوربی اینو گفت، اب نداره. میگه که اینو برای 10 تا گروه شما بفرستید، 500 تا فحش خواهر مادر جدید یاد میگیرید. باور کنید منم اول باورم نمیشد، ولی امتحان کردم و 500 تا فحش جدید یاد گرفتم. خب جمهوری ایرانی و هویت ملی رو گفتم. این مقاله طولانی و جالبی هست، من فردا صبح این رو میخونم قبل از برنامه رادیو کیان ایران و با هم پی میگیریم. و اما دیشب باز مناظره، اینجا مناظره نبود، این تاون هال و چیزی که میذارن، میتینگ هایی که میذارن برای اینها، یعنی توی مجالسی مثل شهرداری یه سینما یه جایی میاد اون کسی که میخواد بشه رئیس جمهور میارنش. مردم هم اون موقع حالا تو صف وای میسادن بلیت میگرفتن، یا این که الان رو اینترنت بلیت میگیرن میرن اونجا میشینن. بعد اون کسی که این مراسم رو برگزار میکنه چند نفر از اونهایی که سوال دارن انتخاب میکنن، سوالاشون هم میگن بنویسید چه سوالیه برای که تکرار نباشه. مثلا از تد کروز 3 نفر سوال نکنن برنامه شما در رابطه با خارجی ها چیه، و این کار درستیه. دیروز ریپابلیکنا، اون آقای کیسیک، آقای تد کروز و آقای دونالد ترامپ هم 8th نوش دیروز گیرش اومد یا پریروز، هرچی بهش تبریک میگید، اینها بودن. و حالا چرا دارم اینو میگم؟ چون میدونید نیاک یه قسمتی رو جدیدن درست کرده چند ماهه به نام نیاک اکشن، و این کار معموله توی آمریکا، مخصوصا توی کارهای حزبی و سیاسی و اینها.
و توی این میگه که last month، یعنی ماه گذشته، تد کروز یک کسی رو که خیلی تندرو هست و طرفدار جنگ با ایران هست به نام فرانک گفنی، این رو انتخاب کرده به عنوان فورین پالیسی ادوایز، یعنی روابط خارجی و اینها، مشاور روابط خارجی، براش اون صحبت میکنه. وقتی یک کسی طرفدار جنگ باشه، همه مشکلات دنیا رو فکر میکنه با جنگ میتونه حل کنه. نیاک به شما میگه که این کار خطرناکه. اتفاقا خانم شایسته الهامی یه مقاله رو دیروز برای من فرستاده بود، نوشته بود فکر نکنید که خطر جنگ از سر ایران گذشته، و الان این آقای نتانیاهو اگه ساکت شده این ور اونور، منتظره که این اوباما بره، یکی از این دو ستایی که این میخواد بیان، یکیش هیلری کلینتون، یکیش دونالد ترامپ، یکیش هم این تد کروز، و از همشون بی رگ و ریشه تر همین تد کروزه که تازه پریروز بود اعلام شده بود ایشون با 5 تا زن رابطه داره و میگفت دروغه. حالا یکی من بگه اگر شما میگی دروغه، چجوری اون نشریه میتونه بیاد یه خبر دروغی رو بذاره، با وجودی که این نشریه ها یا این مجله ها مجله های هستن، بهشون میگن تبلود. اینا مثلا مینویسه یک مرد حامله شد، بعد میخونی آخرش میگی که مثلا این مرد قبلا زن بوده، وقتی حامله بوده حالا تغییر جنسیت داده شده مرد و بود واقعا. در صورت اون نوشته بود این با 5 تا زن رابطه داره و ببینیم حالا به کجا میرسه. دیروز دیگه مردم آمریکا خسته شدن از اینا، گفتن بابا این مسئله شما میای عکس لختی اون زن اونو میندازی، اون میاد عکس زن تو رو میندازه، بعد از مردم میپرسید که آیا دوست دارید این بشه زن رئیس جمهور. میدونید که اینجا به زن رئیس جمهور میگن فرست لیدی، یعنی. بعد دونالد ترامپ با افتخار گفت که بله همه خوش رو میاد که این زن من اینقدر نمیدونم قشنگ و اینا هست و شما این پول خرج کردید رفتید اینا رو گذاشتید، مردم هم حتما بهتون گفتن که بله ما دوست داریم این به اصطلاح بشه زن رئیس جمهور آینده. و اما امروز دوستمون آقای علی شیرازی این خبر رو برای من فرستاد که افتخار میکنیم گویا ناسا یک سیارکی رو، یک چیش میگن استروید افتر ساینتیست، ناسا نیمز استروید افتر استروید، فکر کنم میشه شهاب و سیاره نیست، درست میگم؟ استروید اینایی هست که اینجوری میاد. در صورت این آقای نادر فیروز نادری همشهری ما هم هست. میدونید ایرانی ها وقتی یه نفر یه کاری میکنه، همیشه هم همینجور گفتن، همه جا میگن پیروزی 1000 تا با پدر داره ولی شکست بی پدره، هیچکی نمیاد بگه. و اینجا نوشته نامگذاری یک سیارک، من نمیدونم سیاره سیارک چی میشه، ولی نوشتن ناسا نیمز استروید افتر ساینتیست آف ایرانیان اوریجین، میگه که ناسا، من میگم فکر میکنم استروید شهاب باشه، شهابای آسمانی که میاد، سنگای بزرگ که میاد. در صورت یکی از اینا رو به نام این رسم دوست، اینجا شما وقتی میخواد یه ساختمون بسازه برای بازی المپیک، میگه هر کسی $30 بده ما یه آجرشو میکنیم به اسم این. الان یه وبسایتی درست شده میگه شما تولد فلانی، عجب گلو درد گرفتم ببخش، میگه تولد فلانی براش یه ستاره رو به اسم اون نامگذاری کن، که اصلا من وقتی اینو میشنوم یا میبینم تو تلویزیون خندم میگیره که شما $50 $100 بدی به یه شرکتی بگی ما فلان ستاره رو به نام دوست شما اسم گذاری کردیم. یعنی نمیدونه واقعا آدم ها میرن پول میدن به اینا. در هر صورت تبریک میگیم به آقای فیروز نادری، ولی آقا اون آقایی هم که زد زنشو با تبر تیک تیک کرد اونم ایرانی بود. اگه قراره به این افتخار کنیم باید از اونم شرمنده بشیم. ولی متاسفانه میگم دیگه، ببینید وقتی آقای مسعود سهیلی برمیداره اونجوری برای من مینویسه، کریسمس رو توضیح میده و هالووین رو توضیح میده و دور میزنه چهارشنبه سوری رو، دیگه من نمیدونم چی بگم. The difference between crazy and stupid براتون تعریف کردم، تفاوت دیوانه و احمق
همون بود که راننده پنچر شده بود، این پیچه ها رو گم کرده بود. دیوانه آمد بهش گفت از هر کدوم از این تایرات، از این چرخهای دیگر یه پیچ بردار، اینو ببند تا برسی به یه آبادی، به یه مغازه‌ای. بعد طرف بهش گفت آقا تو با این فکرت پس چرا تو دیوونه خونه هستی؟ گفت آقا من دیوونه هستم، احمق که نیستم. یعنی اگه شما به دیوونه ها هم بگی احمق، بهشون بر میخوره. ولی نگاه کنید دوربر خودمون، ببینید تو جامعه چقدر احمق داریم. گهگاهی اگه بدتون نمیاد مثل من برید تو آینه نگاه کنید، اگه اون روز احمق ندیدید یه دونش اونجا هست. همه تان به نظر میرسد فراموش کردید، انگار حافظه یکی از نفرین های من است به تنهایی. آخ آخ، این فارسی ها که مینویسن اینجوری جا به جا میشه. باز براتون نشون بدم دوستان و ببینید که چه باید کرد. من بعض وقتا عکس میگیرم از نوشته ها که دیگه عوض نشه. نگاه کنید الان من اگر اینو بخونم، شما بعدن بیان ویدیو رو نگاه کنید میگید سوربی چرا اینجوری خوند، مگه مست بود یا قاطی کرده بود؟ ببینید، همه تان به نظر میرسد فراموش کرده اید، انگار حافظه یکی از نفرین های من است به تنهایی. من نمیفهمم این جمله ها رو، من اینجوری نمیفهم. این عکس اولی سال 2008 بود، وقتی هلری گفت در صورت حمله ایران به اسرائیل او به عنوان رئیس جمهور ایران، به عنوان رئیس جمهور ایران را از صفحه روزگار به طور کامل محو میکند. حتی اوباما همان وقت به کلمه محو کردن اعتراض کرد، اما محللین وطنی هنوز دارن توی دیکشنری میگردن ببینن چطور ترجمه اش کنن. توی مغز همه تان کردن توی این 8 سال که تهدید است و واقعی است. ببینید، باید بگید تحقیق کردن و واقعی نیست، درسته؟ توی مغز همه تان هم کردن توی این 8 سال که تهدید است و واقعی است. بیبی نتانیاهو دارد صبر به خرج می‌دهد. یادتان باشد اسناد فاش شده دولت اسرائیل نشان می‌دهد که نتانیاهو سال 2013 تصمیم به حمله به ایران گرفت. وزارت جنگ اسرائیل با او همراه نشد. حالا مثل توتی حرف‌های میلیتاری کامپلکس را تکرار می‌کنید. یه صدام گرگ بد گنده است، یه قذافی گرگ بد گنده است، اسد گرگ بد گنده است، خامنه ای گرگ بد گنده است. خطر واقعی است، تجاوز ضروری است. نفت لیبی، نفت عراق، گاز سوریه، نفت ایران، این گرگ های بد گنده نیستند که زیر چکمه های میلیتاریسم سرمایه‌داری جان دادند. این ملت ها هستند و رژیم های مفتزه می روند و مفتزه تر می آیند و منطقه زیر چکمه های اسکواد های مرگ و انفجار بمب ها له می شود. عکس دوم سال پیش از شروع همین انتخابات در آمریکا، هیلری کلینتون توی تلویزیون گفت که ایرانی ها دشمنان من هستند. پی نوشت: می دانم که یک عده ای از هموطنان با خواندن همین ها بیشتر حامی کلینتون می شوند. در جهانی زندگی می کنیم تا این اندازه، ببخشید اینجا نوشته فاکت اپ. پی نوشت بعدی، یک زیرپست قبلی نوشت آخر در غرب مثل ایران کشورهای دیگر را تهدید نمی کنند. صدایم در آمد باز. در مناظره انتخابات رئیس جمهوری کاندیداشون علنا و توی تلویزیون از ضرورت کارپت بامبینگ خاورمیانه حرف میزنن. اتفاقا دیروز این آقای اندرسون کوپر از این تد کروز دیوانه همی پرسید تو که میگی کارپت بامبینگ، یکی از مسئولین ارتش خود ما گفته کارپت بامبینگ که به درد آیسیس نمیخوره. کارپت بامبینگ بله، در جنگی این نیروها توی دشت و صحرا هستن، شما لباسشون رو میبینید، قرارگاهشون رو میبینید، هواپیما میان مثل فرش بم میریزن، به این میگن کارپت بامبینگ. نمونه هاشو ببینید تو جنگای ویتنام که چگونه 10 تا 20 تا هواپیما میرفتن و یه دفعه اونجا رو به آتیش میکشیدن. با وجود بر این دیدیم که توی ویتنام هم مردم رو سوزوندن.
و به خاطر همین حتی مردم آمریکا علیه دولتشون از نیکسون گرفته و اینها تا آخرم گندش بالا اومد، تا بعدم چه بدرفتاری با اونایی که رفتودن جنگ، اون بیچارهایی که اصلا چیزی نداشتن، مجبور بودن، اون موقع سربازی اجباری بوده. در هر صورت دوستان، این نوشته ها من باز فکر میکنم اگر دوستان لطف کنند زنگ بزنن، پیام بذارن، اون چیزی رو که خودشون برداشت کردن توضیح بدن به زبان خودمونی، خیلی عادی، خیلی دلنشین تر میشه تا اینکه پینوشت بعدی یکی زیر پست قبلی نوشت آخر در غرب مثل ایران کشورهای دیگر را تهدید نمی کنن، صدایم در آمد باز. اصلا ببخشید، اون وقتا ما فکر میکردیم افغانی ها فارسی بلد نیستن، وقتی یک کسی فارسی بد حرف میزد مثلا بچه همون میگفتیم مثل افغانی ها حرف میزنن، در صورت که افغانی ها فارسیشون از من و شما بهتره. در هر صورت این نوشته های ما یه جورایی داره میریزه به هم. دلیلش این زد و نقیز بودن سیستم انگلیسی با سیستم فارسی از راست به چپ، بعد وقتی مینویسیم قاطی میشه، این میپره یک کلمه. من امروز داشتم برای یک کسی آدرس اینجا رو مینوشتم، چون قبلش با اون فارسی نوشته بودم. میدونید اینجا رسمه، اول شماره رو مینویسی بعد اسم خیابونت رو. این اومد اول اسم خیابونم رو نوشت، شماره رو برد آخر. یعنی خود کامپیوتر بدونی که من بهش بگم، به خاطر یه سیستمایی که داخلش هست این کارا رو میکنه، قاطی پاتی میکنه. برای اینکه قاطی پاتی نشیم، حرف این سوربی رو گوش کنید. هر کسی هر چیزی رو دوست داره 2 دقیقه 3 دقیقه وقت بذاره، خیلی قشنگ پیام بذاره، بیاد بگه. و اما بریم مقایسه کیفیت زندگی در کانادا و آمریکا رو بخونیم با هم. اینم ممنونم از این دوستی که این رو فرستاده و امیدوارم که این قاطی نشده باشه. حالا یه چیز دیگه براتون میگم، بعض وقتا اینا که میاد، مثلا من دیروز گذاشتم اینجا، خوب بوده، درست بوده، وقتی میذارمش توی اون پوشه‌ای که برای برنامه زنده است میریزه به هم. فروردین 1395 داریم مقایسه میکنیم کانادا و آمریکا رو. در حالی که کانادا 146 سالگی تولد خود را جشن میگیرد، دلایل بسیاری وجود دارد که نشان میدهد این کشور در خیلی از موارد، از ورزش گرفته تا سیاست و سرگرمی، از کشور همسایه خود یعنی آمریکا بهتر عمل کرده و پیشی گرفته است. خب هممون میگیم خب این که چیز عجیبی نیست، چون اینها جدیدتر اومدن اشتباهات قبلی رو نمیکنن، چون اینها اومدن وسایل جدید، خیابونای جدید، سیستمای جدید استفاده میکنن. ولی اگه نگاه کنید خیلی کشورهای دیگه هم هستن جدید، مثل این کجاست؟ لایبریا. اونم جدیده، اونم اومد کپی قانون اساسی آمریکا رو بردن اونجا، ولی برید ببینید چه افتضاحی است. اینه که نمیشه بگیم بله چون جدیده خب بایدم بهتر باشه. در این مقاله چند قسمتی در زمینه فاکتورهای متنوع این دو کشور را با یکدیگر مقایسه میکنیم. طول عمر، من فکر کنم دوستانی که فارسی مینویسن مثلا باید مینویسن در زمینه‌های مختلفی، یا مثلا همین دیگه، طول عمر، کیفیت زندگی، مدارس، ولی در زمینه فاکتورهای متنوع این دو کشور را با یکدیگر مقایسه میکنه. من بارها گفتم شاید فارسی خوندن من بد شده. طول عمر، کانادایی هایی که امروز متولد میشوند به طور میانگین 3 سال بیشتر از آمریکایی ها عمر میکنند. این در حالی است که این میزان در اواخر دهه 70 میلادی کمتر از 1 سال بوده است. لازم به ذکر بوده میانگین طول عمر در هر دو کشور با گذشت هر دهه در حال افزایش است. خب این نشون میده اونا دارن پیشرفت میکنن، آمریکا فقط دارن چاقتر میشن، مریضتر میشن. کیفیت زندگی بر اساس اعلام Better Life Index که هر سال توسط OECD مقایسه بین المللی از کیفیت سطح زندگی در جهان ارائه میکند، کانادایی ها نسبت به آمریکایی ها از سطح بالاتری از رضایتمندی نسبت به زندگی برخوردارند که این میزان 7 و به فارسی دوستان ممیز نقطه یا ویرگول نذارید، ممیز همون ممیز فورورد سلش، اینجوری غلطه، 7.4 یا 7.4 نفر در کانادا و 7 نفر در آمریکا از هر 10 نفر می باشد.
مدارس افراد 15 ساله در کانادا به طور معمول در خواندن متون، حل کردن مسائل ریاضی و و و در لیست 10 کشور نخست از میان 65 کشور شرکت کننده قرار می گیرن. آخرین بار در سال 2009 کانادا درست پس از کشور سنگاپور در مقام ششم و جلوتر از زلاند نو قرار گرفت و نوجوانان آمریکایی در مقام 17. آمار خودکشی. آمار خودکشی در کشور کانادا پایین تر از آمار خودکشی در آمریکاست. 11.1 نفر در برابر 12 نفر از هر 100,000 نفر. آمار مرگ و میر نوزادان. آمار مرگ و میر نوزادان در کشور کانادا پایین تر از آمار مرگ و میر نوزادان در آمریکاست. 5.1 نفر در برابر 6.1 نفر از هر 1,000 مورد. و اما هزینه مراقبت‌های بهداشتی، سرانه هزینه مراقبت‌های بهداشتی در کانادا بسیار کمتر است. 4,445 دلار برای هر فرد در کانادا و 8,233 دلار برای هر فرد در آمریکا سالیانه. مطمئنید این سالیانه است؟ این خیلی بد نیست. فکر کنم ماهیانه است. مرخصی پس از زایمان. افراد شاغلی که به تازگی پدر و مادر شده اند از وضعیت بهتری در کانادا برخوردارند. مرخصی پس از زایمان در کانادا 50 هفته و در آمریکا 12 هفته و بدون حقوق می باشد. ای بابا 50 هفته، 2 هفته دیگه اضافه کن، بگو یه سال راحت برن مرخصی. پایداری خانواده در آمریکا سالیانه از هر 500 مورد ازدواج 306 مورد به طلاق منجر می شود. این در حالی است که این مقدار برای کانادا 201 می باشد. تحصیلات در کانادا احتمال حضور جوانان مستمند در دانشگاه یا کالج بیشتر است. حدوداً 54% جوانان کانادایی از خانواده های کم درآمد در سن 19 تا 21 سالگی برای تحصیلات عالی در دانشگاه ثبت نام می کند. این میزان در آمریکا 30% است. کانادایی ها از سطح تحصیلی بالاتری برخوردار می باشند. 48% از کانادایی ها تحصیلات دانشگاهی دارند و در مقابل این میزان در آمریکا 40% است. مردمان کشور کانادا از اندام مناسبتری برخوردار هستند. 35% دوستان، این هنوز به نصفه اینم نرسیدیم، در اصل بذارید اگر کسی اینو میخواد ایمیل بفرسته براش بفرستم، جالبه. و من میترسم با این کارمون دوستان از همه جای دنیا مخصوصا از آمریکا برن کانادا و اون وقت زندگی شما تو کانادا به اصطلاح بد بشه مثل آمریکا. میدونید که الان خیلی از آمریکایی‌ها میگن دنبال این دارن میگردن که اگر ترامپ بشه رئیس جمهور به اصطلاح اینها کجا برن پناهنده بشن و زندگی کنن. حتما شنیدید که در کشورهای اروپایی زندانی‌ها خیلی اوضاع خوبی دارن. حالا خداییش بگم، برای نمونه خود من با چند تا ایرانی که در زندان سوئد بودن صحبت میکردم، تلفنی مصاحبه میکردم، طرف با دوربین با تلفن خودش نشون میداد. ولی تو آمریکا از این خبران نیست. حالا تو ایران که دیگه شهر حالش هممون شنیدیم و میدونیم و به اصطلاح توی وبسایت ها زیاده، ولی اینجا جالبه. تو اروپا یه عکسایی رو میندازن، شما فکر کنید بهترین هتله یا مدرسه است یا دورم دانشگاه هاست، خوابگاه دانشگاه ها یا جایی که بچه ها زندگی می کنند، ولی بعد زیرش مثلا نوشته این زندان بلژیکه، این زندان نروژه. یادتون میاد چند مدت پیش یک جوان نروژی رفت توی جزیره‌ای، همه رو بچه ها رو بس به گلوله و اینها و هدفش این بود که همه رو بکشه، ولی موفق نشد. 60-70 نفر گویا کش، 200 خورده نفر زخمی کرد و اینها، تعداد دقیقش یادم نیست. و بعدم دیگه هیچ خبری ازش نشد، نگفتن که این تروریست وحشت ایجاد کرده یا چی، گفتن این گفته که من میخوام به اصطلاح با این کارم باعث بشم خارجیان نیان توی نروژ. حالا این آقا که الان عکسش رو بهتون نشون میدم، ایشون در زندان به سر میبره، این عکسش توی دادگاه و ایشون آمده شکایت کرده ناشکری جلاد نروژی از سویتش در زندان. سویت میدونید که یه اتاق، یک
منزل یه چیزی رو سویت هم میگن، اصلا آپارتمان ها رو شما وقتی شمارهش میخوای بزنی بهت میگه سویت نمبر یا آپارتمان نمبر. حالا ببینیم چی بوده. میگه که به گزارش خرداد آندره پریویک که پس از دستگیر شدن به زندان منتقل شده اعلام کرده که نباید زندان انفرادی باشد و دولت نروژ باید با او رفتاری انسانی داشته باشد. او بر اساس اعتقادات مذهبی مسلمانان را دشمن می داند. دوستانی که صداتون در نمیاد وقتی که یک مسیحی میاد یه جایی رو خراب میکنه فوری میگید این اختلال حواس داره، این با زنش دعوا شده، ولی اون احمق مسلمونی که شبش هم رفته بوده تو دیسکو رقصیده، شبش هم رفته بوده تو این استریپ کلابا پول خرج کرده، پول گذاشته کنار شورت این زنای لختی، اونو شما هی میچسبید بهش اسلامی، هی هم میگین رادیکال اسلامی. این آقای تد کروز باید یکی بهش بگه شما که انقدر مذهب میکنی بیا با این آقا مصاحبه کن. ایشون میگه بر اساس اعتقادات مذهبی مسلمانان را دشمن میداند. در سال 2011 یک خودرو بمبگذاری شده را در شهر اسلو نروژ منفجر کرد و پس از آن با حضور در یک اردوی دانش آموزی جوانان سوسیالیست نروژی با شلیک به تک تک آنها 92 نفر را کشت. ببخشید من فکر کنم 70 خورده کشت. از دید او این جوانان مسئول ترویج مارکسیسم فرهنگی و افزایش نفوذ مسلمانان در اروپا یا تساهل طلبی خود بودند. حالا این عکس زندان ایشون رو یا سویتش رو یا یه آپارتمان یه اتاقش رو داره به شما نشون میده. خودتون خدایی نگاه کنید. خیلی از ماها قبل از اینکه اینجا وضع درستی پیدا کنیم، سر سامونی بگیریم، توی همچین اتاقی چند نفر مجبور بودیم زندگی کنیم و بچه هامون زندگی کنن. حالا این آقای همچین اتاقی بهش دادن، شیک، تمیز، دریچه به طرف بیرون و نور و همه چیز، گفته که نه شماها به من دارید ظلم میکنید و نمیتونید، نباید من رو اینجا تنها نگه دارید. عکس جالبتری که این پایین هست، گیتارش هم آویزونه به دیوار اینجاست. نوشته که این اروپایی متعصب اعتراف کرد که اگر فرصت میافت قصد داشت تعداد بیشتری را بکشد و حتی برای ترور باراک اوباما در زمان دریافت جایزه صلح نوبل نیز نقشه کشیده بود. این هم از این ماجرا. اجازه بدید همینجا از شماها خداحافظی کنم. فردا صبح ساعت 9 با آقای کیومرث فرهومند از رادیو کیان ایران از سوئد خواهیم بود. از شما هم میخوام که تماس بگیرید با ایشون، چون اونایی که دشمن ما هستن فوری تماس میگیرن به ایشون، میگن آقای مأمور جمهوری اسلامی. جالب اینجاست که بعضیا میگن خود آقای فرهومند هم مأمور جمهوری اسلامی. پس شما هم لطف کنید تماس بگیرید، بهشون خوش آمد بگید، ایمیل، فیسبوک، همه چی دارن. وبسایتشون رو هم من فردا به طور کامل نشون میدم، عکس‌هایی رو هم میذارم که اون چیزی رو که بهشون قول دادم رادیوی تصویری فردا ما به خوبی بتونیم اینجا اجرا کنیم و پیاده کنیم. 7 دقیقه دیگه برنامه آقای اجلالی شروع میشه و تا 1 ساعت هم هست این برنامه و چیز دیگه ای ندارم براتون بگم به جز اینکه روز روزگار بر شما خوش.